بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. در آمریکا یک شنبه اولین روز هفته به حساب میاد و من همیشه از خودم میپرسیدم که چرا اینها اول روز یک شنبه رو که تعطیله استفاده میکنن بعدن میرن سر کار. آیا شما جوابی دارید برای این؟ برای دوستانی که ممکنه گله کنن از اینکه ما گاهی وقتی برنامه ها رو زود شروع میکنیم، ازشون خواهش میکنم که لطف کنن اگر از طریق فیسبوک تماشا میکنن فالو کنن، لایک بزنن. اگر از طریق یوتیوب تماشا میکنید لایک بزنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا به شما خبر بده. امروز به خودم قول دادم که از روی این کاغذ به همون روش قدیمی بخونم و یکی یکی خط بزنم و برسم به این پایین. به این پایینش که رسیدم میرم صفحه خبرها یا میرم صفحه‌ای که برای کامپیوتر خودم اینجا درست کردم و چیزایی که به دستم رسیده گذاشتم. پیام دوستانی مثل آقای کردار، مثل آقای منوچهر خان عزیز از بوستون که خیلی خوشحال شدم. اول فکر کردم ایشون، چون من در برنامه‌های قبلی گفته بودم که دوستان معمولاً میدونی الان اینجوری شده، یه جایی که زلزله میاد هر کی تو اون منطقه هست میره یک جایی مثل یه دیوار ولی روی مجازی فیسبوک و اینها اسمش رو می‌نویسه که من مثلا سوربی سلامت هستم. همینجوری افراد از حال هم با خبر میشن. من در یکی از برنامه‌ها، بذارید این مردم tv.com رو یک کم کوچولو کنیم، خیلی بزرگه، بله، یکی از برنامه‌ها یاد آقا هوشنگ افتادم و هوشنگ همشهریمون، بچه لب آب لب او، گفتم که ای کاش ایشون بنویسه که حالش خوبه و کووید رو پشت سر گذاشته و هنوز خبری از ایشون ندارم. ولی منوچهر خان لطف کرده پیغام گذاشته، بعد از مدت ها ما رو از نگرانی در آورد، ولی یه نگرانی عمیق تری برای من درست کرد که در موردش صحبت میکنم. صحبت از نگرانی و اینها هست. امروز یک شنبه نهم آبان ماه 1400 هست. اگه نگران تولد آقای رضا پهلوی هستید نگران نباشید، این کودک سفید مو فکر کنم یه 60 سال پیش دنیا اومده و تو این 60 سال یه روز هم کار نکرده. حالا ببینیم چه خواهد کرد. متاسفانه تیمسار امیر هوشنگ آریانپور درگذشت، فوت شد در سن 91 سالگی. ایشون هر وقت که با من صحبت از حال و احوال و سلامتی میشد میخندید و میگفت که خانواده آریانپور در اینکه سن زیادی دارن چون زندگی سالمی دارن مشهور هستن. خلاصه بعضی وقتا مهم نیست که طول عمرتون چقدر باشه، مهم اینه که زندگی خوبی انجام داده باشید، به قول معروف عرض عمرتون خوب باشه و الی آخر. در هفته‌ای که گذشت شاهد حمله ما که شاهد نبودیم، ولی در ایران حمله هکرها به پمپ بنزین‌های ایران که اسم خودشونو گذاشتن گنجشک‌های درنده. یادم این آقای فرامرز یگانه‌ای بود در تلویزیون رنگارنگ، به دلیل اینکه نمیدونم خالش الهه بوده، خواننده‌ای بوده و اینها، یه دفعه میگفت که دشخیمان سلحشوران دشخیم. بعد اون آقای بهکام و من تو تلویزیون ایتو بهش گفتیم آقا آخه برای اینکه فقط کلمات رو گفته باشین پوز بدین، الکی حرف نزنید، اول بفهمید سلحشور یعنی چی، بعد دشخیم یعنی چی. بماند، خود منم خیلی کلمات رو بلد نیستم. اجازه بدید تشکر کنم از دوستی به نام ربکا که من بارها فکر کردم که چرا این اکبر آقای گل اسم خودشو عوض کرده به ربکا، برعکس اکبر رو اگه بنویسید میشه ربکا، ولی ربکا اسم دختره، اکبر اسم مرد. یه دوستی داشتیم اینجا بهایی بود، آقای بابک، نمره ماشینش کباب بود. گفتیم آقا کباب دیگه، شما هر روز نمره ماشینت کباب؟ گفت نه آقا، این از اینوری که بخونی از سمت راست میشه بابک. ما ایرانی ها موجودات عجیبی هستیم.
در برنامه قبلی که حتما بهتون پیشنهاد میکنم برید ببینید، فکر کنم الان اومده باشه روی یوتیوب یا روی فیسبوک موجود هست، برید ببینید برنامه آقای دبیری که برادرش در سازمان هست و از ایران با ایشون مصاحبه میکردم، یه آقای آمده بود اسمش نوشته بود دانه آش، بعد گفت که با برادر ایشون در هندوستان بودن و اینها، بعد من تعجب کردم گفتم، بعد ایشون گفت نه این اسم من دانشه. متوجه شدید؟ مثلا خانمه اسمش مریمه، مینویسه مر، یکم اونورتر مینویسه یم، اسمش مرجان مینویسه مر، اونورتر مینویسه جان، اسمش لیلان، لیش اینور مینویسه، لایش اونور میذاره که یه چیزی بذارن لاش. من نمیدونم ما ایرانی ها چرا اینجوری هستیم، این هم هم ادعا داریم. حتما شما در این دو سه روز گذشته اون احمقی که زنیکه احمقی که در کانادا به اون خانم فیلیپینی که زحمت میکشه و داره کافی یا قهوه براش درست میکنه و این زنیکه هر جایی که به وسیله پول زیاد پدر و مادرش حالا سوار پرش هست و اینا، من باور کنید گفتم این همسرش باید اینو طلاق بده، دلیلش هم تو دادگاه میتونه بگه این نژاد پرسته. زنیکه اومده قهوه بگیره، همه ما میدونیم شما وقتی میری تو درایو ترو اول وای میسی یه جا سفارشت رو میدی، بعد میری پنجره دوم پول میدی، بعد میری پنجره سوم به اصطلاح سفارش رو تحویل میگی. این زنی که یه احمق که همینجوری داره با تلفنش بازی میکنه به زنه که داره کار میکنه میگه که قهوه منو بده، اون میگه شما باید اول پول بدی، میگه اول قهوه رو بده بعد من پول میدم، خانمی میگه نه اینجا باید اول پول بدی بعد قهوه رو بگیری. این زنی که یه هرزه احمق ایرانی نژاد پرسته کثیف و پلید به اون خانم میگه شما باید بری خونه تمیز کنی. حالا چرا؟ چون یک سالهایی در زمان شاه فیلیپینیا آمدن در ایران کار کردن. خب این کجاش اشکال داره؟ خلاصه ببینید چه سرصدایی در کانادا برپا شده، به طوری که مجبور شده این خانم که نمیدونه لباس عروسی و اینا میفروشه مجبور شده محل کسب و کارش رو ببنده بره در یه آدرس نامعلومی زندگی کنه، چون زندگیش در خطر افتاده. و من خیلی خوشحال میشم که این احمقای نجات پرست اینجوری حالا خودشون در ترس و وحشت زندگی کنیم. برگردیم با درباره کلبان، این آقای اکبر، آقای خودمون ربکای دنیای مجازی پیامی برای من گذاشته، البته متاسفانه گفته این پیام برای خودت پخش نکن، ایشون فکر میکنه من از بینندگان چیزی پنهان میکنم. نه عزیز من، ما هر چی داریم ظاهر و باطل همینه، به قول آمریکایی ها what you see it's what you get. اوکی حالا بیایم سراغ شما. ایشون، من از طریق فرزندش باهاش آشنا شدم که دنبال کتابی میگشت، ما اون کتابو تهیه کردیم و فرستادیم و مبلغش هم ایشون لطف کرده فرستاد. نه من را منتی بر او، نه او را منتی بر من. یادم نمیاد ایشون تلویزیون مردم رو حمایت کرده باشه، اگه کرده ممنونم، ولی اگه نکرده شاید امروز دلیلی بشه که حمایت کنه. ایشون گفته من در یکی از برنامه‌ها به جای کلمه انعام گفتم انعام. انعام یعنی به اصطلاح نمیدونم کادو دادن، هدیه دادن به کسی که برات کار میکنه. انعام یعنی حیوانات. عزیز من، آقا جون، شما بشین حرفای آقای، ایشون هم فوت شد همین هفته گذشته گویا، آقای آرامش دوستدار رو که فیلسوف ایرانی هست گوش کن. ایشون میگه زبان فارسی اشکال داره، زبانی که شما نمیتونی بگی گمان درسته، گمان درسته یا گمان درسته. از استاد دانشگاه طرف پرسید که آقا گمان درسته یا گمان؟ گفت به گمانم هم گمان درسته و هم گمان. آقای اکبر، آقای گل، دانشمند بوشهری عزیز که منو بردی بوشهر که میمدم اونجا و میگو پلو میخوردم در اون ساختمون قدیمی بود. بگذاریم، بارها به شماها گفتم شماها کم کاری کردین، شماها نیمدید به مردم بگید.
و الا همه لغات فارسی رو که در این 12 سال یا 16 سال یا 20 سال که درس میخونی توی کلاس ها که نمیگن، تازه از کجا معلوم خود اون معلمه تلفظش رو بتونه درست بگه. من یادمه این تمبر پستی دیدید مینویسن تمبر پستی، یه ب داره اون وسط، مثل خواهر که مینویسن خواهر، یه ب داره که اون واو خونده نمیشه، این ب هم خونده نمیشه. من برای اولین بار بود که مجبور بودم این رو بخونم، وقتی خوندم تو تلویزیونم بود، گفتم تمبر پستی هم مثلا گرون شده. یک خانم دکتری که خودش خانم دکتر نیستا، ببخشید اینجوری حرف میزنم، چون یه دفعه لنگش رو باز کرده یه شبه شده دکتر، شوهرش دکتره، تماس گرفت آقا شما بلد نیستی، به جای تمبر میگی تمبر. گفتم فعلا شما خوش باش با همین تمبر و تمبر و اینها بگذاریم. عزیز من، همین که شما فهمیدی که منظور من از این بوده که وقتی یه جا میرین گدابازی در نیارین، انعام بدید به اونی که بهتون خدمت میکنه، انعام بدید هر چی که درسته، این کافیه. این نشون میده من تونستم با شما ارتباط برقرار کنم و شما فهمیدید حرف من رو. چند بار دوستان در نوشته ها در فیسبوک، در این ور اون ور توییت اینا میبینید که طرف یه چیزی نوشته، دوستش یه جواب دیگه داده، بعدش نوشته ببخشید من منظور شما رو نفهمیدم. یعنی ما فارسی مینویسیم برای همدیگه، بازم همدیگه رو نمیفهمیم. در صورت ممنون و متشکرم. جالبتر اینه که آقای اکبر، آقا ربکا، خانم خودمون نصیحت میکنه به من و میگه که من هم ازت قهر بودم، این هفته مثل که هفته اونایی بوده که قهر هستن بیان با ما آشتی کنن، ممنونم، خوشحالم، ولی به نظر میرسه که ما چون حقیقت رو میگیم این دوستانم خیلی دلنازکن، نمیخوام بگم سوسولن، خیلی دلنازکن، زود دلشون میشکنه و از ما میرنجن. ولی شما میخوای ببخشید خایتون رو دستمال کنن، تلویزیونای دیگر رو نگاه کنید که ابریشمی دستشونه، می نوازن شما رو، شما هم میری سر کیفت، ولی میخوای حقیقت بشنوی اینجا تماشا کن. اگه یه حرفی هم من بالا و پایین زدم خوشحال میشم که ایرادمو به من بگیرید. و اما آقا منوچه، ایشون فکر کنم یکی دو بار حمایت کردن، یادم نیست کتابم فکر کنم یه کتابی ایشون خرید، من فرستادم، بعد ایشون گفت کتابه یا به عربی بود یا به انگلیسی بود، درست یادم نیست، ایشون لطف کرد فرستاد و اینها، و بعدم با خبر شدم که پس از سالها کار کردن اونجا بازنشستش کردن، گفت که من ماهی $10 یه چیزی کمک میکرد، ممنونم از اون بابت. بعد گفت به خاطر اینکه حالا کارم از دست دادم دیگه نمیتونم. گفتم اصلا مهم نیست، ما نه با $10 شما پادشاه شدیم، نه اگه شما $10 بدی ما فقیر میشیم. ولی میخوام بهتون بگم دوستان، من دیشب یه جایی بودم، 3-4 نفر تو این 10 نفر 12 نفری که اونجا بودیم، هی همه گفتم ما برنامه شما رو میبینیم، لذت میبریم. خواستم بگم خب چرا حمایت نمیکنید اگه حقیقت میگید لذت میبرید؟ اگه لذت نمیبرید چرا تماشا میکنید؟ مازوخیست هستین؟ چی میگن؟ خدازار هستین؟ در صورت جامعه مریضی هستیم. ای کاش یکی حاضر بشه بیاد توی برنامه ها در مورد مریضی ما صحبت کنه. دیروز یه صحبت کوتاهی داشتم با آقای عزیزان، میتونم بگم بعد از 1-2 سال، و ایشون گفت که من به من میگه عمو سوربی، گفت عمو سوربی من حالا میفهمم تو چند سال پیش چی میگفتی، که میگفتی برید اونایی که هی به شما تملق میگن و نمیگن از کجا پول میخوان از اونها سوال کنید. ولی من که میگم هر کی میخواد بیاد اینجا برنامه داشته باشه، از سال 2006 تا الان نرخ رو زدیم ساعت $50، ویدیوی $20، با افتخارم این کارو انجام میدیم. این احمقی که قیام سپید رو راه انداخته، بزرگترین ایرادی که از ما گرفت 14 آبان، حالا ببینیم چی میشه در ایران، بزرگترین ایرادی که گرفت گفت که تلویزیونایی که کسب و کار میکنن. گفتم کسب و کار افتخاره، اونایی که کسب و کار نمیکنن احمق، ببین زیر میز کی هستن دارن چه کار میکنن. در صورت از
آقای اکبر، ربکا. به نظر من شما این ربکا رو هم بندازید دور، همون اکبر از بوشهر خیلی قشنگتره. تشکر میکنم، امیدوارم این برنامه رو ببینن. بعد از این برنامه از پسرشون بخوان که لطف کنه تلویزیون مردم رو حمایت کنن، و حمایت ماهیانه، ماهی 30 دلار، ماهی 60 دلار، ماهی 20 دلار، ماهی 10 دلار و الی آخر. تشکر و به اصطلاح امتنان. و اما بریم سراغ آقا منوچهر، ببینیم آقا منوچهر چی میگه. ایشون یه پیام گذاشتن، ما این هفته خیلی مرتب پیامشون رو گذاشتیم اینجا، الان هم نوشتیم منوچهر. فقط بذارید این میکروفون رو بچرخونم به اون طرف که صدای ایشون هم بیاد. بفرمایید آقا منوچهر. خوشحالم که تماس گرفتید، بیشتر خوشحالم که کرونا به شما آسیب نرسونده. امروز من دیشب داشتم برنامه به تاریخ 17 یعنی بشه اکتبر 17 نگاه میکردم که راجب یک دوچرخه‌ای که در ایران جوانی ساعتش رو دزدیده بودن. خواستم ازتون خواهش کنم میکنید که اگر مسئله اینه که من خدمتی بکنم یا پولی تقدیم بکنم، لطف کنید بفرمایید. اگر زحمت نمیشه تلفن بفرمایید، ممنون میشم که شاید من بتونم یه پول رو براتون بفرستم، یعنی تایید چک. من تلفنم سرینج. خیلی ممنونم. یکی از کسانی که هر وقت پیغام گذاشته، پیغام گذاشتن رو به درستی رعایت کرده و اینها، همین آقا منوچهره. و ایشون اولا اسمش رو میگه، شماره تلفنش رو میگه، میگه از کجاست، میگه برای چی زنگ زده. آقای منوچهر خان گرامی، ممنون و متشکرم. حالا باقی پیامتون رو هم میذارم بعد از اینکه شمارتون رو یک کم حذف کردم. بفرم. مدتی که من افتخار نداشتم با تون صحبت کنم. شب... بذارید راجع به اون دوچرخه و اون پسره براتون بگم. اون آقا پسر یه دوچرخه خوب، گرونتر از اون چیزی هم که دایی محسن فکر میکرد گرفت. از دایی محسن پرسیدم کسی از بینندگان ما کمک کرد؟ گفت والا من نگاه نکردم، چک نکردم، مهم اینه که به کمک شما و دوستان دیگه 2,400,000 تومان جمع شده، باقیش رو هم خودش از جیب داده. من از دایی محسن تشکر میکنم و افتخار میکنم به همین که من و شما و دوستان یه دوچرخه برای یه ایرانی در ایران خریدیم. نه قیام روز کوروش انجام دادیم، نه 14 آبان فلان کردیم، نه خیابونا رو بستیم، نه اعتصابات سراسری. ببینید تا حالا چند بار گفتن اعتصابات سراسری برای 30 روز، حتی 1 ساعت هم انجام نشد. من افتخارم به اینه و اینو ممکنه با خودم به گور ببرم، نه چیزایی دیگه. اوکی. حالا از اینجا به درد دل آقا منوچه گوش کنیم. میگن که هر داستانی دو طرف داره، یکی طرف شما، یکی طرف ما. این قدیمی شده، الان میگن 3 طرف داره، یکی طرف شما، یکی طرف ما، یکی هم واقعیت. و ببینیم که واقعیت رو دوستان به اصطلاح بیننده تماس بگیرن، ولی من هم طرف خودم رو میگم. بفرمایید. این بود که راجب آقای احمد منصور احمد انصاری میخواستم خدمت کنم برای شما. آخری در فهمیدیم که این منوچهر هم منو کچل کرد. من برای که ماهی نازنین کم شما را دست ندید دیگه زنگ نزدم که شما کچل نشید، ولی دلم طاقت نبود برای جوانی که به چرخه میخواد بخره در ایران بتونم کامل پولشم تقدیم کنم. خیلی ممنون میشم، شب خوبی داشته باشید. منتظر تلفن هستم. خدا نگهدار. ممنونم. شما اگه این برنامه رو دیدید که من پیامتون رو پخش کردم، ولی در رابطه با آقای احمدعلی منصور انصاری، هم شما هم آقای خسرو بهرامی بارها گفتن که مایلن جواب ایشونو بدن یا دربارش صحبت کنم. گفتم خب بیاین صحبت کنید. این روزا شما باید تلفن میتونید
ویدیوی خودتون رو درست کنید. اگه مایل نیستید ویدیوتون رو نشون بدین، چون میشناسم شما رو، صداتون رو پخش کنید. ندارید تلفن اینجوری، میتونید با تلفنی که همین تلفن 202 که تماس گرفتید تماس بگیرید، پیام بذارید، پیامتو پخش کنم. ولی در رابطه با شما و من، یادم اون موقع ما برنامه‌مون رو 3 روز در هفته بود، بعد مشکل کار کردن بود، مشکل ساعت من با ساعت شما میزون شدن باشه. من پیشنهاد کردم پولم ندادی ندادی، شما چند دقیقه برنامه رو صحبت کن تلفن، من اینو میذارم، از آقای انصاری هم میخوام. وقتی که هی نشد و اینا، دیگه آخر کار به شوخی گفتم این آقا منوچهرم ما رو کچل کرد و این مصاحبه برقرار نشد. آقا من نمیفهمم این کجاش ایراد داره که شما 2 سال از من قهر کردی، عجب ملتی هستی. باز 100 رحمت به شما، 100 آفرین به شما، اقلا گفتی چرا قهر کردی. آقای اکبری، آقای اکبر خان ربکا که نگفته هم دلیلش چی قهر کرده، فقط از طرف مردم صحبت کرده. یه ایرادی هم از آقای لادن گرفته که آقای لادن نمیدونم کلمه اجنه رو یه چیز اینجوری، که اصلا اینا مهم نیست. آقا مهم اینه که ایشون اگه گفته اجنه، شما بفهمید جمع جنها بوده. بماند دوستان، یه کمی دست بردارید از این دل نازک بودن و فوری از دیگران دلخور شدن. و ما فکر کردیم مثل یه خانواده هستیم، ما با شما خودمونی صحبت کردیم. اینه نتیجهش؟ 22 سال در تلویزیون ایرانی، رادیو ایرانی، نتیجهش اینه؟ نه بابا، نتیجه دیگه هم داشته. الان براتون نتیجه دیگه‌ش هم میذارم. بذارید اسپم، نه این آقایی از ایریا کد 416 لطف کرده تکست فرستاده. با سلام جناب سربی عزیز، چند روز پیش سالگرد خانم فرح دیبا، وقتی میگی سالگرد یا باید بگی سالگرد تولدشه یا سالگرد فوتشه یا سالگرد ازدواجش، چون هر روزی سالگرد یه چیزی برای این فرح هست. یه روزی از مدرسه اومده بیرون، یه روزی رفته فرانسه کمونیست شده، یه روز ممنوع الخروج شده، یه روز شده دوست دختر زاهدی، یه روز زاهدی انداختتش به خیگ شاه. پس اینا رو نمیشه اینجوری بگی. با سلام جناب سربی عزیز، چند روز پیش سالگرد خانم فرح دیبا یا به قولی شهبانو بود، تبلیغات صورت گرفت. فکر نمی کنید به خاطر اطلاع از حقیقت تلخ تاریخ برنامه ترتیب دهید که گفته های جناب گرامیان را خانم فرح دیبا جوابگو باشد که باز ایران گرفتار نشود؟ نمی دانم، خود دانید. با تشکر، با تشکر آقا. من برای ایشون نوشتم، فکر بسیار خوبیه، فقط من سوالم اینه که آیا شما یا افراد دیگه حاضر هستن اون وقت رو بخرن، حالا یا 50 دلار یا 100 دلار، که منم بشینم اینجا مجری باشم؟ بعد تازه گفتن این که فرح دیبا حقیقتش رو از زبان گرامیان، آقای نادر گرامیان، من بهش گفتم بیا با هم صحبت کنیم، گفت به شرطی که هیچی از آخوندها نگی، چون تو ایران آویزون به آخونداست. بعد خود گرامیان گویا پرونده های دادگاهی و اینایی داره که برید دنبالش ببینید اون کیه. بعد تازه گرامیان بیاد راجع به فرح دیبا صحبت کنه، چی میشه؟ این برای آینده واقعا کارسازه؟ درست گفتن که گذشته چراغ راه آینده است، ولی این گذشته یک زنی که یه هرزه کثافت چه چراغی بمانه؟ خب شوهر اصلی فرح فیرون جوادی بود. نه آقا، قبل از اون یکی دیگر رو برده بود آقای زمانیان. خیلی خوشحالم که اومدی قبل از دو، سر دو اومدی، یکم من زودتر شروع کردم. بله آقای موثقی هم اینجاست، ممنون، متشکرم. زمانیان میگه کار ما خیلی خرابه. آقای جلیلی هم از سوئد با ما هستن، خیلی خوشحالم. دوستان سعی کنید، لطف کنید این ویدیوها رو با دیگران، با دوستانتون هم به اصطلاح شیر کنید. هر چندم که میگید آقا من 2 نفر بیشتر مثلا بیننده ندارم و اینها، من چند روز پیش با 1 نفر از ایران صحبت کردم، یک قراری بود، برنامه‌ای بود، بعد ایشون قرار شد با فامیلش یا با دوستانش در آمریکا صحبت کنه، اونها با من تماس بگیرن. یه ایرانی با من تماس گرفت،
و با من با پیامگیر تماس گرفته بود که آقای سربی من فلانی هستم، حالا بهش زنگ میزنم و با من تماس بگیرید. ما فکر کردیم، میدونید بعض وقتا درست زمان همون میشه که شما منتظر یه چیز دیگه بودین، مثلا منتظر پستچی هستین، یه نفر زنگ میزنه از دادگاه براتون نامه میاره. ما هم زنگ زدیم، آقا این آقا شروع کرد برای ما توضیح دادن که رفته دکتر متخصص مردان، اون دکتر خانم بوده، دست زده نمیدونم به گند این آقا، این آقا احساساتی شده، بعد اینجوری شده، بعد هی برای دکتر پول فرستاده، بعد چسبوندش به صهیونیست. گفتم آقا چیکار صهیونیست داری؟ چیکار حضرت ابراهیم و موسی و اینا داری؟ شما خشتک تو زیپ تو ببند، بعد شما پول دادی به این هدف، به این مقصود که اون خانم دکتر بیاد به شما بده. خیلی ساده دیگه. حالا معنی بده رو که همه تون میدونید دیگه، نمیگید بده یعنی در زبان ایرانی بده، در زبان فلانی بمانه. بعد گفت نه من پول دادم ببینم این میخواد چی کار کنه. گفتم آقا این مزخرفات چیه؟ گفت حالا شما گوش کن. گفتم آقا نیم ساعت داری حرف میزنی و من جواب تلفن شما رو اشتباه دادم. دوستان اگر کسی نگه برای چی من بهش زنگ بزنم، من بهش زنگ نمیزنم. اوکی؟ اگرم کسی میخواد بگه آقا من کمک میخوام بکنم زنگ بزنید، اول کمک کنید بعدا من بهتون زنگ میزنم. خجالت بکشیم از خودمون. این آقا بذارید من ببینم شمارش اینجا نوشتم، بذارید ببینم میتونم باهاش تماس بگیرم با این تلفنی که به کامپیوتر وصله و بهش بگم اگه میخواد اولا اینجا این گوشی و اینا رو درست کنم که هر وقت زنگ میزنم با یکی بعد هی میگه الو الو ولی صدای ما نمیره اونجا. الان میست که صدامون میره. بذارید من بزنم اینجا. بله صدا میره. رینگینگ تست فلان. بذارید ببینم این آقا از کجا بود. بله اینجا بود. بهش هم بگیم که ما تو برنامه زنده هستیم. بهش گفتم شما تا یک شنبه فکر کن، اگه خواستی روزی یک شنبه بیا با هم صحبت کنیم. نه این 202 که نیست. اینه. از سرزمین نوادا ببخشید، هر سیستمی یه صدای تلفنی داره، حتما شما هم دیدین برنامه تلویزیون نگاه میکنی صدای کمه، آگهی که میشه همچین صدا میده، بچه خواب باشه بیدار میشه، نمیدونم همسایه بالایی شکایت میکنه آقا صدا زیاد بود و الی آخر. بله خب این محمد آقام حالا جواب نمیده. الان توی نوادا باید ساعت 11 باشه، اگر ساعتشون رو جلو عقب نمی کنن باید ساعت 12 باشه. این شمارهشو میگه. محمد آقا سلام، سربی هستم از تلویزیون مردم. همون جوری که من قول داده بودم به شما گفتم تا یه شنبه فکر کن تصمیم بگیر، اگه خواستی به جایی که بیای برای من این داستان یک طرفه رو توضیح بدی، برای بینندگان با تصویر با صدا توضیح بده، شاید پندی باشه برای دیگران. اولین پندش این باشه که دوستان اگه مرد هستید دکتر مرد برید، اگه زن هستید به نظر من دکتر زن برید و نه مسئله مذهبی و اینها. ولی نه فقط شما آقا محمد اشکال داری، برنامه هاوارد استرن گوش کن، یکی از کارمنداش که زنم داره رفته بود دکتر مردان، اون خانومه دست زده بود به بیزه هاش، این چیز شده بود مثل شما حشری شده بود. در هر صورت من بازم باهات تماس میگیرم و اگه خواستی فقط و فقط از طریق اسکایپ یا از طریق فیسبوک تصویری من با شما صحبت میکنم. روز روزگار بر شما خوش، سربی هستم از تلویزیون مردم. بله اینم آقای محمد خان از شهر نوادا که گرماش اونجا میدونی صحراست، همون جایی که لاس وگاس و اینها هم هست و همون جایی که من به این محمود قربانی گفتم تو چرا میخوای بری مکزیک یه شهری درست کنی به نام تهران، همین توی نوادا یه شهر بزرگ درست کن به نام ایران و این ولیعهد بدبخت رو هم ببر اونجا، یه صندلی چوبی درست کن روش از این طلا جواهرات قلابی بذار و این دلخوش باشه، شما هم دلخوش باشی، چون این محمود قربانی هم خیلی
فکر میکنه خودش آدم بزرگی بوده که اومده تو ایران چه کار کرده، کاباره درست کرده، چه کار کرده، چهار تا خواننده که سابقه همه این خواننده ها میبینی چقدر درخشانه، یکیش معتاده، یکیش نمیدونم مفلوکه، یکیش فلانه بمانه. گفتم آقا برو اونجا درست کن. بعد دیدم که آقای زمانی، طهمورث زمانی هم اگه اشتباه نکنم ایشون هم یا آقای روزبه اردوان بود، ماشاءالله یادم میره کی به کیه، خلاصه ایشون گفته بود بله صابونش به تنش خورده، به انگلیسی هم نوشته بود. خب سعید کاووسی از راه رسید. ببینید این سعید و من 30 و چند سال، سعید کی بوده توی اون سالونه اون خانم هما سرشار کونشو کیسه کرده بود، شما پشت سرش تار میزدی، تنبک میزدی، فرید فرجادم همچین میکشید رو این ویالون که سیماش پاره میشد و اینا، من از اونجا شما رو شناختم. بعدش این افتخار رو داشتم که تو تلویزیون باهات به اصطلاح حالا یا همکار یا هر چیزی باشم، بعدم دوست هستیم، حرفایی که میزنی شما زبونت مثل من تلخه ولی حرفایی که میزنی بعضی وقتا نه همش کاملا درست. چند بار من تا حالا به شما گفتم عزیز من یه چیزی که مینویسی اینجا بنویس راجع به چیه، چون من نیم ساعت دارم پیام اون رو پخش میکنم، نیم ساعت دارم دشمن برای خودم درست میکنم، نیم ساعت راجع به بیزه این آقا که برده داده دست خانم یهودی صحبت میکنم، بعد که نگاه این بر میکنم شما میگی جنسشون خرابه. دقیقا جنس کی؟ جنس بیزه های این آقا؟ جنس اون خانم یهودی؟ جنس ای دوست؟ آقا نکنیم همچین کاری رو، والا بلا. دیدید تو برنامه قبلی هم ایشون بود، اسم کسی که ما باش مصاحبه میکردیم مسعود بود، بعد آقای کرمی از ایران نوشته بود سعید فلان، من گفتم آقا اسم این که ما مصاحبه میکنیم مسعوده، گفت نه من منظورم به سعید کابوسیه، در صورت که اگر یک کلمه اولا به جای سعید آقای کرمی نوشته بود کابوسی، یا اگر یک کلمه اضافه کرده بود سعید کابوسی، که این آپشن رو خود فیسبوک هست، ضمناً فیسبوک هم اسمش عوض شد، شد متاورس، حالا برای چی چه هدف پشتش بعداً معلوم میشه. خود این کلمه متا یعنی چی؟ اونایی تو کار کامپیوتر بودن میدونن متا فایل و اینها، به این سادگی نباید ازش بگذاریم. علامتش هم عوض شد که اتفاقاً این علامت این امی که میچرخه وقتی ولش کنی مثل دوتا بیزه است. بعد این آقای استیون کولبر اومد یه چیزی هم اینجوری کشید روش، گفت بفرمان اینم لوگوی جدید فیسبوک. آها میگه و مردهایی که میرن دکتر زن، جنس زنهایی که میرن دکتر مرد و مردهایی که میرن دکتر زن. آقا من بارها تو برنامه ها گفتم شما اگر زن هستی میخوای بری نمیدونم راجع به رحمت صحبت کنی، راجع به زایمان صحبت کنی، اتفاقا مثلا بگرد دنبال یک دکتر زنی که دوتا بچه زاییده باشه، حتی دکتر زنی که بچه نداشته باشه نباید بری، میدونی؟ حالا یه جایی هست مثلا نیست، طرف توی ده فقط یه دکتر دارن، اونم زنه مثلا آپاندیس میگیره میره اونجا مجبورن، ولی اینجایی که زن و مرد بودنش، سنش، بچه داشتن بچه نداشتنش، نمیدونم نزدیک خونتون بودن دور بودنش، اینا همه رو شما میتونید انتخاب کنید. اینجوریه، من باور کنید بعد همین برنامه محمد آقا بهش گفتم اگه شما هم میرفتی دکتر مرد، حالا یا دکتر سپانی باشه یا دکتر اکبری باشه، یه انگوش میکرد تو کونت که برق ازت بپره، اینجوری سرت نمیمد بلا. یعنی شما اگه دردتون میگیره وقتی میرید معاینه، حالا باید خوشحال باشید که مثل محمد آقا دادگاه و پلیس پول داده و گو خوردن و دیوانه شدن دنبالشه. خب بسه برای امروز. خب بریم سراغ نظر دانش. خب ما میدونیم حلوا نظر میکنن، میدونیم چلو کباب نظر میکنن، میدونیم بره نظر میکنن، این بره بیچاره رو جلو این و اون هی میزنن زمین اونا. یه فیلمی بود به نام آدم باش یا آدم باشی، یه چیز اینجوری، آقای اکبر عبدی درست میگم با اون هنبشه جوونه، بعد این از استرالیا میاد جلوش میخوان بره بکشن، میدوه قصابه رو میگیره میگه تو قاتلی. البته آقای تهران این کمدین خوب ما، اون وقتا هم گفتم جوان، حالا دیگه اونم جوان نیست، این یه همچین ماجرای سرش اومده بود، میگفت ما رفتیم ایران دیدیم یه بره سفیدی بسن، سفید درسته سفید غلطه، کی میتونه بگه سفید درسته یا سفید درسته؟
آقا تو شیراز ما میگیم سفید، شما تو تهران میگید سفید. حالا ممکنه اون که دایره المعارف نوشته و یا فرهنگ نوشته از این وری فکر کرده یا از اون وری فکر کرده. بمانه تهران توضیح میده که وقتی رسیدم اونجا دیدم این ببایی، خودش هم میگه ببایی، دیدم این ببایی میگه بعد رفتم یه خوردم بهش الف دادم، گفت اومدن بلندش کردن تقی زدن این زمین. یادتونه چجوری این قصابه اینی میزد زمین که اصلا احتیاج نداشت سرش ببره، این بدبخت استخوناش میشکست دندمنداش، برای یه حقی گفت به قصابه گفتم این کارو چی میکنی؟ گفت برای میخوام قربونی کنم. گفت من قربونی این میرم تو چه؟ خلاصه نجات پیدا کرده. بله این از این ماجرا. نظر دانش دو سه نفر هستن ازشون خواستم بیان با من مصاحبه کنن، شروع کردن دانش نظر میکنن، یعنی همین کاری که سوربی فکر کرده ولی بدون اینکه اسمشو بذاره نظر دانش، گفته من که یه چیزی یاد گرفتم بیام به دیگران بگم و 20 سال من دارم این کارو میکنم. اگه امروز دیروز یاد گرفتم که تسلا تلفن ساخته و به زودی تلفنش میاد تو مارکت، تلفنش هم به نام پای، همین پای که مثل پیتزا پای یا مثل اپل پای اینا هست، میدونید این کلمه پای که ما تو ایران میگفتیم شعا ضرب در مجزور شعا ضرب در پی، این پی همون پایه. تلفن تسلا برید خودتون گوگل کنید و ببینید چه تلفن این تسلا بعد چند سال که صبر کرده، حالا همه دوتا چیز داره، دوتا دوربین و ستا، این دیگه زده رو چهارتا. و خلاصه برگردیم به این نظر دانش، اینا به نظر من کار بسیار خوبی انجام میدن و اسمش هم قشنگه نظر دانش، یعنی این چیزی رو که داره به دیگران میده مجانی، این نظر در راه دانش به اصطلاح ملت و اینها. بله خیلی ممنون. و اما کتاب ماشین تبلیغات آقای مهدی مهران نژاد، این رو به ایشون قول دادم چون زحمت کشیدن آوردن من توی برنامه نشون بدم و شما هم اگر مایل بودید بخرید. ایشون نوشته نه ما پولی گرفتیم بابت تبلیغ این، نه پولی گرفتیم تبلیغ کنیم بخرید. ایشون نوشتن علاقمندان جهت تهیه کتاب به آدرس ایمیل یا شماره تلفن های زیر مراجعه فرمایند. ایمیلشون هست پاب مثل پابلیشینگ چهل @gmail.com. این گویا نشر چهل توی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید موسوی، پلاک 32، طبقه 3. من دیگه نمیفهمم مثلا اینجا شما نمیتونی بگی خیابان لیزبرپک، خیابان فارسچرچ، خب یکیشو مینویسی مردم میدونن اینجاست بعد شماره، ولی ایرانی ها که دیده بودی همه اینا رو مینوشتن، آخرش هم مینوشت درب 3 که ما بارها گفتیم درب غلطه. بالاخره دوست ما از ایران نوشت آقا این کلمه درب غلطه، استفاده نکنید، در درسته، در 3، در منزل، در جلو، در عقب و الی آخر. در صورت نشر 40 تهران، خیابان موسوی، پلاک 32، طبقه 3. تلفنم ایشون اینجا نوشته 021 883 16 683. تلفن همراه نوشتن 0912 750 9778. و یه تلفن دیگه هم اینجا نوشتن به علاوه 98، لابد از اینایی که از اینجا زنگ میزنن که 98 پیش شماره ایرانه، 912 750 9778. آهان همین شماره اینجاست، من اینو میگیرم اینجا که شما ببینید. این کاغذ رو گویا در تمام کتاباشون گذاشتن که البته به نظر من خب هر کی این کتابو داشته باشه یعنی یا خریده یا شما لطف کردید مثل این که به ما هدیه دادید، دیگه این لازم نیست، اینو میدادید به یه نفر که، یا شاید شما کار ما رو آسون کردید اگر یکی گو آقا اون کتاب رو کجا میشه، اینو من بهش میدم. در هر صورت این کتاب رو من خوندم، نه با همش نخوندم، 2 صفحه اولشو خوندم، کتاب جالبیه. خود من فکر کنم از این خیلی میتونم ایراد بگیرم با ایشون صحبت کنم، ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران،
همینجوری که میبینید علامت پرچم ایران رو گذاشته که بعضیا میگن این پرچم آخونداست، بعضیا میگن این علامت هندیا هست و الاخر. ولی من که ایران بودم یادمه، حالا یا به راستی یا به دروغ، مسابقه گذاشتن برای انتخاب پرچم. دیدم آقای فرامرز دادرس به نظر من کار اشتباهی انجام داد. شما میتونید با بنی صدر دشمن باشید، میتونید مخالفش باشید، ولی اینکه ایشون پرچم ایران رو بدون هیچ آرمی یا حالا شمشیر نمیدونم اسلامی قاجار شاه و تاج و اینها یا این مال ایرانیا گذاشته و شما بیاد بنویسید پرچم ایتالیا، این نشون میده شما حتی پرچم ها رو نمیشناسید. پرچم ایتالیا سبز و سفید و قرمزش از این وریه، مال ایران از اون وریه. خود من رفته بودم سان فرانسیسکو یا لس آنجلس، یه رستورانی بود، بعد اون محله دیدم همه پرچما سبز و سفید و قرمز، گفتم خب اینا لابدشون نتونستن رو تیر چراغ برق آویزون کنن، از این وری گذاشتن. بعد فهمیدم اون محله ایتالیایی هست که یه رستوران ایرانی هم اونجا کار میکرد. ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران، ایشون توی همین یکی دو دقیقهی که با من صحبت میکرد گفت که از اینکه صدام حسین جنایتکار بود، آدم بدی بود، حرفی توش نیست، ولی از اینکه از توی سوراخ بکشنش بیرون، یه سوراخ فاضلاب، من و شمایی که مال اون خطه هستیم، مال خاورمیانه هستیم، اینها باید احساس شرم کنیم. بهش گفتم والا دور از جونتون، بنده همین قذافی هم چه موقعی که زنده بود چه موقعی که مرد خیلی دل خوشی ازش نداری، مرده که یا آدم افسر خوب جوونی بیاد این کارا رو انجام بده، بعد همون ملت بیان هفتیر بذارن توی سوراخ ماتحتش و شلیک کنن یا اونجوری بکشنش این ورور، که ویدیوهاش هنوز موجوده. ایشون ازش میخوام که توی برنامه‌ای به من گفتن اگه خواستی هم بیان همینجا میشینم بغل دستت، گفتم نه دیگه، تو رو خدا الان من سال هاست که به همه گفتم از روزی که دیگه اسکایپ به این قشنگی انجام میشه، زوم داریم، فیسبوک داریم، چند تا وسیله داریم که ما میتونیم تصویری با هم تماس بگیریم، بهتره که همین دوری و دوستی و سلامتی رو هم رعایت کنیم. ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی تقدیم به برنامه ساز محترم آقای سوربی، مهدی مهران نژاد، 3/8/1400. آقای مهدی مهران نژاد وقتی به من زنگ زدن، من با یه آقا مهدی دیگه اشتباه گرفتم و ایشون گفت نه بابا، من موقعی که شما با ابوقداره، محمد علی ابوقداره، توی رادیوی فرفکس پابلیک اکسس بودین، تماس میگرفتم، شعر میخوندم. گفتم والا دو سه نفر اونجا اسمشون میگفتن، یکیش آقای ایرج بود که امیدوارم سلامت باشه، اگه کسی برنامه منو میبینه و ایرج میشناسه بهش بگی با ما تماس میگیره. یکیش یه آقایی بود به نام آقا محسن که خودش رو معرفی میکرد، حالا اسمش حقیقی باشه یا دروغگویی نمیدونم، ولی دوستان دیگه‌ای که تماس میگرفتن کسی اسمش رو نمیگفت. تازه اگه اسمش هم میگفت، بعد از 22 سال شما هنوز میخوام من تمام اسمایی که یاد زنگ زدن یادم باشه، اونم اون موقعی که نه تصویری، ولی وقتی قیافشون رو دیدم، ایشون رو من دیدم توی مجالس ایرانی و اینها. حالا امیدوارم آقای مهدی مهران نژاد، بهش گفتم این کتابت روی آمازون هم هست، گفت نه، انتشارات ایران باید این کار انجام بده، یعنی انتشارات در ایران، انتشارات چهه. دوستان قشنگ دارم یکی به یکی از این فرم میرم پایین و خط میکشم. پیام منوچهر از بوستون رو پخش کردم. آقا منوچهر، من همین امروز تصمیم داشتم با شما تلفنی تماس بگیرم و بگم شما آقا چند دقیقه میخوای راجع به انصاری صحبت کنید بفرمایید، اگر تو برنامه من میگنجه، ولی اگه بیشتره میخوای مدارکی جمع آوری کنی اینها، این کار انجام بده، بعد توی تلفن برای من پیام بذار، بگو که چند دقیقه میخوای صحبت کنی اینها، من در خدمتت هستم. دوباره اعلام میکنم، هم از شنیدن صدای اکبر آقا، از اکبر آقای بوشهری خوشحال شدم، هم از شنیدن صدای منوچهر خان از بوستون. دوستان، تتلو این خواننده از من روانی تر
که من نگرانم این ممکنه آخرش خودکشی کنه، امیدوارم نکنه، امیدوارم دوستی، رفیقی، فامیلی به دادش برسه و نجاتش بده از این افسردگی، از این گردابی که رفته داخلش، اونم گرداب ترکیه که الان میدونید ترکیه چه خبره. تتلو در ترکیه یک کنسرتی گذاشت و 6000 نفر جمع شد، درا رو زدن شکستن، خود این آقا تنبونش رو در آورده اونجا نشسته خال کوفته. آقای تتلو، تمام این کارهایی که تو میکنی تکراریه، این آمریکایی‌ها، این اروپایی‌ها این کارا رو انجام دادن. ممکنه شما برای جوونا چون اینو انجام میدید برای اونها یه نوع جدید و نوآوری باشه، برای من و کاووسی و زمانیان داشتیم از این دیوونه ها، داشتیم از این مشنگا، داشتیم از این اسکلا که این کارا رو کردن، بعدم آمدن گفتن ما اگر الان دوباره متولد بشیم اون کارا رو نمی کنیم. شما این آرنولد خره هست، آرنولد شواتسن ایگر، من بهش میگم آرنولد خره چون 600 دلار پول یکی از دوستان ما رو که براش عکس گرفت نداد. این آرنولد شواتسن ایگر این همه سال از هیکل پفیش و فلان و اینا پول ساخت، حالا میگه من میخوام به مردم بگم که اگه میخواین بدن خوبی داشته باشید نه این کارا رو انجام بدید، بهتون صدمه میزنه. آقای تتلو 6000 نفر رو جمع کرده تو ترکیه، بعد طرف مینویسه تتلو میتونه حکومت ایران رو عوض کنه. این نشون میده این کسی که اینو نوشته چقدر خنگه. آقای تتلو با این رئیسی و اون ویدیویی که رو ناو ایران خونده و اینا، شما برو، اینا کسایی هم که مثل پرچم با باد این ور اون ور میرن. و نمیدونم ما ملت واقعا ملت مشنگی هستیم. آقای اکبری یه فیلمی گذاشته بود، ویدیو در عروسی، اونی که تبل میزنه خابیده رو تیغه، ما به این دیوارهایی که بالاش هیچی نداره میگیم یه تیغه، روی یک دیوار ناتمام زشتی، اونای دیگه هم اونجوری، بعد نوشته که من نمیدونم ساقی اینا کیه. حالا خوبه این سیاسی نیست، گفتم اتفاقا این سیاسی ترین ویدیویی که شما میتونستی به من نشون بدی، چون این هست که نشون میده این ملت لیاقتی بیشتر از شاه نداشته، لیاقتی بیشتر از شیخ نداره. امروز یک نفر نوشته بود شاه قانون اساسی وصیت، نوشتن آقا اولاق جون دو تا پادشاهی که قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن همین رضا قلدور بود و این شاه کمدان. در هر صورت نمیدونن. بله، آقای تتلو میتوند حکومت را تغییر بدهد. خب بفرما جلو، به جایی که تنبونش در بیاره حکومت رو، یه حکومت جدید در بیاره. فیلم رقصیدن خاخام یهودی با مرد مسلمان رو حتما نگاه کنید. اینجا نوشتم ویدیو رو نشون ندی، یا چون حوصله ویدیو رو نشون بدم و بعدن یوتیوب یقمونو بگیره یا فیسبوک یقمونو بگیره نداره. اون چیزی که راجع به یک خانم نادان احمق نجات پرست در کانادا گفتم اینجا نوبتش بوده، ولی انقدر اهمیتش زیاد بود که زودتر گفتم. اگر کسی لینک اون زنکه دیوانه لوس نونو رو داره روی فیسبوک بذاره و الی آخر. میگه تتلو پیر بشه صورتش دیدنیه، افسوس به طرفدارانش. نه، این روزا مثل که یه دستگاهی هست، یه موادی هست که این خال و اینها رو از بین میبرن و میتونن درست کنن. ولی اینی که شما میگی بارها گفته شده، مثلا طرف میره عکس دوست دخترش رو رو پشت خودش میزنه، بعد که پشتش خودش پیر میشه هیچی. البته یه جورایی هم درسته، خب این پیر شده، دوست دخترش هم سینه هاش آویزون، صورتش چروک چروک و الی آخر. دوستان خال کوفتن مواظب باشید، این یه چیزیه که همه عمر باهاتون میمونه، شاید الان نمونه همه عمر، ولی تو ایران از زندان ها شروع شد. دلیلش هم این بود بیکار بودن، میشناسن اونجا، بعد نمیدونم یکی شیر خورشید میزد، یکی عکس حضرت علی میزد. ولی متاسفم که انسانیت به جایی رفته و سقوط کرده که امروز دختر بچه ها و پسر بچه ها و آدم های معروف میبینید سر تا پاشون خال میکوبن، ولی با همه اینها بازم یه حدی برای خودشون گذاشتن. ولی تتلوی بیچاره الان میدونم طرفداراش فردا فوش می‌نویسن اینها،
تتلوی بیچاره این حد رو نتونسته. ببینید تتلو از یه خانواده پاشیده شده است، خودش راجب مادرش که میگه، برین حرفای خودش رو گوش کنی بیشتر اونو بشناسید. و اما عکس سیم برق، حالا صحبت از تتلو شد، یه عکسی هم هست که دیروز پریروز توی اینترنت میچرخید، من اینجا پیداش کنم، فکر کنم به همین اسمم نوشتمش، ننوشتم مثلا الکتریسیتی وایر فلان، نوشتم عکس سیم برق. بذارید ببینم این عکس رو نشون میده یا کج و موجش میکنه. سیم برق رو پیدا کردم، هی گشتم و گشتم، همه دنیا رو گشتم تا تو رو پیدا کردم. خب بذارید ببینیم این میره اینجا، نه بزرگه، چی شد؟ من الان سیم برق رو اینجا دیدم که سیم برق وازش کردم، خودم دارم میبینمش. بذارید رو این بهتون نشون بدم برنامه چی کار کن. ما هم باید این همه زحمت بکشیم، تازه آخر برنامه یکیش از اون دلخور میشه، یکیش ملا لغتی میشه، مته میذاره به خشخاش انعام و انعام و الی آخر سلکت ایریا، ولی اب نداره. با همه اینها ما چون احمقیم و حماقتمون رو به شما ثابت کردیم، باز هم دوستتون داریم. اینم اون قسمت ناز کشیدن شما. سیم برق حتی اگر یک رشتش هم بیرون باشه باعث برق گرفتگی میشه. نخه، غلط کردی. اگه منفیش بیرون باشه باعث برق گرفتگی نمیشه. خب خواهرم، یک تار موی خیش را هم بیرون مگذار. و اما یه مهندس عزیز برقی بهش جواب داده، نوشته یادت باشه همه میتونن با سیم روکشدار و پوششدار لاس بزنن و ور برن، برقم نگیردشون، ولی کسی جرأت نمیکنه به سیم لخت دست بزنه. پس خواهرم موهاتو بریز بیرون. اینم جنگیه که تو ایران هست. دوستان فکر کنید بعد از این آخونده چی میشه؟ خانمای ایرانی که الان اینجوری میان بیرون، آرایششون اینجوری از همه دنیا غلیظ‌تر و اینها، بعد از حکومت آخوندها چی کار میکنن؟ خب پیام آقا منوچهر رو شنیدیم، پاک کنم و من اینو به شما نشون میدم. امیدوارم این دوستمون آقای دانش ناراحت نشه. دلیلی هم که نشون میدم این فیسبوک ایشون، وقتی که تو برنامه قبلی گفت که با اون کسی که مصاحبه میکردیم با داداشش در هندوستان بوده، به احتمال زیاد ایشون رو هم فریب دادن رفته در سازمان مجاهدین. بعد آقای رزاقی نوشت آقای سربی به خدا من تا امروز فکر میکردم این دانه آش. دوستان نکنید این کار رو. فیسبوک برای این درست شد که سربی اسمش رو بنویسه. یک کسی به من اعتراض کرد آقا تو به همه میگی عکستون بذارین، ولی این دوستت سعید یه جا عکس ملک مطیعی گذاشته، یه جا عکس خرمشهر گذاشته، بعدم که دیگه ناز کرد و اینا. من دیدم هی بعضیا میان، ما بیشتر از 5000 تا داریم نمیتونیم اونا رو چیز کنیم، کلا از فرندی و اینا قطع کردم، حتی شاید بلاک هم کرده باشم که مهم نیست. ما باید یک کمی با هم دیگه نه با خشونت ولی با صلابت صحبت کنیم. آمریکایی‌ها میگن fair and firm، یعنی هم عادل باش هم قاطع باش. اگه این کار رو انجام بدیم فکر کنم مشکلات دوستیمونم از بین خواهد رفت. آقای زمانیان میگه آهنگ فیلم قیصر با خالکوبی یک نفر شروع میشه با آهنگ اسفندیار منفردزاده. من دو سه بار با اسفندیار منفردزاده مصاحبه کردم و اونم به نظر من آدم جالبیه. خودش صحبت میکنه که نمیدونم تاکسی بار داشته، رانندگی میکرده، بعد اینجوری شده و دوست و اینا داشته. محیط سینمای قبل از انقلاب یه مشتی لات و لوت، و من یادمه داداشم سرباز بود تهران، همون بغل این خیابون لاله‌زار، اون میدون سپه، اون قسمت شربانی و اینها بود و اینا و همون علی بنگی، علی ترابی و انصاری و اینا اونجا سرباز بودن.
بعد داداش منو برد تو این خیابون، بعد به من گفت میخوای هنرپیشه ها رو ببینی؟ گفتیم بله. برد منو نشون داد، این یدیه نشسته بود داشت، اینا پول نداشتن بدبختا، سیب زمینی پخته شده دیده بودی، زمستونم بخاری ازش بلند میشد و اینها میخوردن. اینا همون دوربر اون سینما ها و اینها که تو فیلم گوزن ها به خوبی نشون داده شد که اینا کی هستن. اون یکی معتاد، زنش اون یکی میخواد بلند کنه، خود همین آقای محمود قربانی که اینقدر به خودش افتخار میکنه، نگاه کنید ببینید این گوگوش که زنش بوده چند نفر قبلش این بر و بر بردنش، خودش با افتخار میاد میگه که بردنش کاخ که نمیدونم فلان جای اشرف رو به مالا و نمیدونم به بوسه و فلان اینا بمانه. در هر صورت آقای زمانیان کارمون خیلی خرابه کاکوچو. یه دوستی نوشته بود با آقای زمانیان، آقا یه عکس گلی یه چیزی بذار. اولین کسی که به ایشون اعتراض کرد من بودم و یه مدت عکس گذاشته بود، نمیدونم چرا برداشته. دوستان حتما صفحه آقای فرهاد زمانیان رو برید نگاه کنید. حالا چرا آخر اسم دو تا ان گذاشتی؟ باید بگیم زمانیان. چرا دو تا ان گذاشتی؟ برید نگاه کنید، یه دو تا ویدیو گذاشته. یه ویدیو قبلا گذاشته بود شکایت و اینها از دست مادر زن، یه ویدیو هم گذاشته از دست مادر شوهر، که خب مادر خودش میشه مادر شوهر، ولی ویدیوی قشنگیه که چگونه با مادرش صحبت میکنه 3 ماه قبل از فوت مادرش. به ایشون گفتم والا تو از 100 تا هنرپیشه کارت بهتر و قشنگتره. خیلی ممنون، متشکرم. آها یادم باشه که به اون آقای منوچه خان بگم منوچه وقتی که شما این فیلم رو دیدی اون پسره دیگه آردی یا اون موقع دیگه دوچرخم داشته، ولی آقای پتیکم چون 80 دلار فرستاده بود من باهاش تماس گرفتم و تو اون برنامه گفت هر جوری خواستی خرج کن، منم 30 دلارش رو تا حالا دادم به 3 نفر که لانچ بخرن. شما هم این کارو بکنید. نه اولا یه جا نرین که اونا حالا منتظر باشن فردا شما تا اومدی بدون بیان که لانچ منجانی بخوره. یه روز مثلا برو دم هوم دیپو نزدیکای 12 و اینا که دیگه این بیچارهایی که نبردنشون سر کار موندن، صبح صبحونه خورده پول داده 10 دلار 7 دلار 12 دلار، حالا دیگه پول نهار نداره، اگه داشته باشم نگرانه که نهار بخورم یا پولو ببرم خونه برای بچه‌م و فلان، نه به اینا نفری 20 دلار بدین ببین چی میشه. اون احساسی هم که داری، حالا خواستی آقا منو چه خودت این کارو بکن، نخواستی بفرست برای تلویزیون مردم. من این کارو میکنم که وقتی میرم اینا رو میبینم، چون جاهایی که من کار میکنم میرم اینا هستن، سر گذر تو هراندون نمیدونم توی اون هوم دیپوی فارس چرچ، توی یو هال فارس چرچ باز هست و اینها، طرفایی که اسپانیش‌ها بیشتر هستن نزدیک به اونا، اینا رو پلیس اذیت میکنه، اداره ایمیگریشن اذیت میکنه و اگه من و شما کمکشون نکنیم پس کی کمک کنه؟ بازم من ممنونم از منوچه، ببخشید اگر من گفتم کچلمون کردی، شایدم حقیقتاً کچلم کردی، ولی من بارها به شما گفتم یا پیام بذارید یا برنامه اینجوری. و فکر نکنید با وجودی که سوربی میگه آقا کاری نداره این تلفن رو بردار روشن کن ضبط کن، یه نفر از من پرسید آقا این دایره ای که پشت تلفن شما چیه؟ گفتم اینا دیگه کیان؟ این دایره یه دونه مثل واشر بزرگ آهنی بود که من اون چیزی که تو ماشین دارم آهن ربا بود، اینو میچسبوندم بهش، ولی بعدن دیدم این تلفن تابستون اشکالی نداره جلو باد کولر باشه، ولی زمستون جلو گرما ما هم میخوایم یا ویدیو ضبط کنیم یا میخوایم فیسبوک و اینا گرم میشه، گرما و گرما تلفن‌های آیفون وقتی خیلی گرم میشه قطع میکنه، اصلا نمیگه که خیلی گرم شده کات میکنه، مثل ما ایرانی ها از زود جوش میاریم. این از این درسته که من گفتم با تلفنتون بگیرید ضبط کنید، ولی گاهی و اوقات به این سادگی هم نیست. من منظورم اینه که شما قدم اولی رو برداری، یه دو تا فیلم خراب کنی، خودت بگی آقا این چیه، بعد شد چجوریه این سوربی میاد 2 ساعت حرف میزنه و ما تازه فقط از انعام و انعام ایراد میگیریم. جالب اینجاست که همین اکبر آقا 2 دقیقه دروغه، ولی 15 ثانیه کلماتی رو که اگر گفته بودی من پخش نکنم الان پخش میکردم تا دوستان متوجه بشن. شما خودت بودی و خودت تازه گفتی این پیام من برای کسی پخش نکن، باز توش توپق زدی منمن کردی. یه گوینده هست یه دختر جوانی تو بی بی سی، این بدبخت هر وقت حرف میزنه میگه ام ام ام، من نمیدونم اینا کارگردان ندارن،
اینا تهیه کننده ندارن، بهش بگی خانم این ویدیو خودت نگاه کن، اینقدر ام 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 نکن. برای اینا کلاس هست. من یه دوستی داشتم، این از من زیادتر حرف میزد، به خاطر همین بهش گفتم شما باید بری دکتر. نه، مشکلش این نبود، مشکلش این بود که شما هرچی میگفتی فوری میگو اینو ولش کن، میرم یه موضوع دیگر رو میگو. آخه بهش گفتم آقا شما که نمیتونی 10 تا این، ببخشید این که گوز نیست که ولش کنی، تازه گوزم ولش میکنی، اینو اون ممکنه بگن آقا بوگند داد، هی شما حرف میزنی تا ما میخوایم چی بگیم، میگی اینو ولش کن. رفت دکتر، بعدن اومد عذرخواهی کرد، گفت بله تو دکتر به من یاد دادن. بعد از بپرسم چه دکتری رفته، گفت به من یاد دادن که آقا صبر کن تا اون حرفش تموم بشه، درباره اون موضوعی که گفته صحبت کن. البته خب با ما ایرانیام اگه بنده خدا صبر کنه با تا روز قیامت صبر کنه، چون ما وقتی حرف میزنیم ول نمی کنیم، که همین منی هم که حرف میزنم از این موضوع میپرم رو اون موضوع، رو اون موضوع، رو اون موضوع. یه دوستی دارم میگه که ببخشید پریدم تو حرفتون. داداشم گفت خب شما که میدونی پریدی، نپر، بذار حرفش تموم بشه. توی آمریکایی‌ها یه رسمی رایج شده، حالا میخوام بگم یه لیوان دستشون باشه، دوستان این آب گرم و آب لیمو و عسله. دوباره میبینید صدای من؟ طرف میگه انگار 40 سال صحرای کربلا بوده. آقا این دروغایی که راجع به صحرای کربلا گفتن، این ورش نهره، اون ورش اصلا بین النهره، اینه مثل که یه چیز اینجوری بمانه، مشک آب آوردن، این همه تیر زدن تو آب، خب همون تیر اولی آبش میره دیگه، چرا این همه تیر زدید؟ توی اختلافات خانوادگی وقتی که هر دو نفر داد میزنن، فریاد میزنن، اینا وقتی میرن دکتر و اینها، توی حتی فیلم این برنامه شارک تنک آورده بود، البته اون دیگه حالا خیلی تو مچ، یه فیلی ساخته بود $200 یه فیل انقدی، این فیلو بگیر دستت تا حرف بزن، حرف تموم شد بده اون یکی حرف بزن. خب این کار، این لیوان آب ببرید توی مهمونی که 10 نفر نشستن، یا همین میکروفونی که میگن آقا میکروفون دست هر کیه اون حرف بزنه، نوبت بگیرن، تایم نگه دارن. حالا من میگم از این بهتر، این اینجا بهش میگن آور گلاس، این چیزایی هست که اینجوریش میکنی شن از اینجا میریزه پایین پر میشه، اینجوریش میکنی شن از اینجا میریزه پر میشه، یه دقیقه ای داره، 2 دقیقه ای داره. به نظر من اونو بدن دست هر کسی که میخواد صحبت کنه، هم خودش میبینه هم دیگران میبینه، جمله رو جمع و جور میکنه. من الان براتون یه سخنور، یه نویسنده که ایشون بارها بهش گفتم قرار شده بیاد صحبت کنه از اون ماجراهای آقای فولادوند و اینها، امیدوارم بیاد. الان براتون 2 تا پیامشو میذارم، امیدوارم آقای کردارم مثل منوچهرخان و مثل این اکبر آقا از من ناراحت نشه. دوستان همش دلیلش اینه که ما فکر میکنیم میتونیم حرف بزنیم و فکر نمیکنیم اگر بنویسیم بهتر باشه، اگر سرتیتر بنویسیم. مثلا موضوع این که فلان وزیر گفته در ایران، همه جای ایران باید در ادارات فارسی صحبت کنن، من فکر نمی کنم این خبر درست باشه، اگرم باشه احتمالا در رابطه با این جریانات ارمنستان و ایران و تاجیکستان، نه، آذربایجان و ترکیه و اینهاست، چون اونها هم آخوندا می روزا دارن یک کاری میکنن که به من و شما بگن ما خیلی ایران پرست هستیم، چیزی که از اونا هم چون احمقن به جای ایران پرست دارن فارسی پرستی میکنن. بریم صحبت های آقای مسعود کردار رو گوش کنیم. مسعود جان اگر نوشته بودی باور کن صحبتات توی 2 دقیقه تموم میشد. خب این آقایی که من زنگ زدم زنگ زده نوشته، بله ببینید دوستان، همین آقایی که رفته پول داده، خب حالا من اسمش هم میگم، آقای محمد سفری، شماره تلفنش هم هست 775 843 18 10. این که اون روز به من میگه وایسا به حرفام گوش کن و من بهش گفتم چه دلیلی داره من به حرفات گوش بدم، اگه حرفی برای گفتن داری و راست میگی یک شنبه بیا، این احمق به من میگه که تو شتهد هستی، شتهد یعنی کلت گوهیه،
یا به من نوشتی که تو مریضی و مریض بیماری روانی داری. شما دوستان همه اشتباهی که من تو 22 سال کردم ول کنید، همین برنامه امروز رو منو مقایسه کنید با این آقایی که در رینو، در رینوی لاس وگاس رفته یک خانم دکتری رو پیدا کرده، رفته دکتر تنبونش رو کشیده پایین، ای کاش اون خانم دکتری انگوش کرده بود کنش به جایی که دست میبذاره به بیزه هاش، بعد این بیزه هاش رو دست زده، این احمق فکر کرده اون عاشقشه، حالا به مام نمیگه براش چه کارا کرده، ولی میگه هی گفت $300 بهش دادم، $200 دادم. میگم خب آقا نمیدادی تو اگر منظور سوی نداشتیم. گفت نه من میخواستم. گفتم آره اوا عمه جندت میخواستی صهیونیست رو به دنیا بشناسونی. آره من میخواستم بگم که این یهودی ها و صهیونیست ها و اینا، تا آقا رفتی اونجا گذاشتی یهودیه دست بکنه به کونت، دست بکنه به بیزت، حالا ببینید این جامعه ماست. 775 لطفا زنگ بزنید باهاش صحبت کنید، 843-1810 سعید بهش زنگ بزن، آقای کاووسی، آقای زمانی ها بهش زنگ بزنید. اسمش هم اینجا گفت محمد سفری، راست یا دروغش نمیدونم. با همه اینها آقای محمد سفری، اگه یه روزی فهمیدی که آدم لجنی هستی، اشتباه کردی، هم اون خانمه حالا حتی اگه پولش هم دادی کلا سرت گذاشته، هم خودت کلا سر خودت گذاشتی، بیا صحبت کن. و از همه جالبتر اینی که پوفیوزای مثل این شماره تلفن من بلدن که زنگ بزنن وقتی پول دادن دهنشون گاییده شده شکایت کنن، ولی بلد نیستن تلویزیون مردم رو در 2003 تا حالا 18 سال حمایت کنن حتی یه دلار. باورتون میشه؟ اون وقت این جامعه، خانمه تو کانادا میگه خانمه بهترینه، چقدر خوشحالم که این بلایی به سرش آوردن که مجبور شده کارو کاسبی و بیزینسش رو ول کنه، خونه و زندگیش رو ول کنه، بره حالا در خفا زندگی کنه. با یه پرش زرد اومده، خاک بر سر، تو که پرش میرونی بزن کنار، اونم نه کافه استارباکس اینا، برو یه رستورانی بشین یه قهوه صبحونه بخور، نه که بیا تو دریچه. حالا شما خودتونو بزنید توی پرش با اون کوتاهی، دریچه ها رو معمولا از ماشین معمولی هم بلندتر درست میکنن که اگه کسی با پیکاپ تراک اومد، با وانت بار اومد، به اصطلاح اونم دستش برسه. حالا خودتونو بذارید این زنه که ببینید وقتی این کافی رو بهش میدن، اگه تازه حالا پولم بهت ندادن احمق، وقتی میخوای بیاری توش اون پرش میخوره به پرش، ماشین آلمانی ها میگن پرشه، میخوره به این سقفت، کافیه میریزه رو پرپاچت. این ملت اون وقت اینقدر ادعا، بعد اگه سعید کابوسی یه چی بهش گفت ناراحت میشه، اگه سوربی یه چی گفت ناراحت میشن، هم استاد ادبیاتن. چرا آقا به انعام گفتی انعام؟ آقا من منظور داشتم، منظور این بود که من و سعید کابوسی رفتیم یه رستورانی، اون وقتا گاهی وقت میرفتیم فوتبالی برو، بعد به اونا انعام دادیم، بله گاو و شتر بهشون دادیم. اگر شما اینقدر فارسی رو نمیفهمی که نمیفهمی این سوربی، آقا خیلی ها هستن به جای ابا میگن ابا، به جای ابا میگن ابا، به جای توصیه میگن توسعه، من به شما توسعه میکنم، بعد میگه که فلان شرکت اینجا رو توصیه داده، ولی شما میفهمی اون چی گفته. خوبه اگه دوستته بهش اینو بگی، نه اینی که شما قهر کردی بعد 2 سال. حالا من نمیفهمم شما وقتی با من آشتی بودی چه تاج گلی به سر من زدی که حالا که قهر کردی، ولی خدا شاهده از دیروز که پیام شما رو شنیدم من مجبور شدم دیشب با پای برهنه بخوابم. خدا آدم اولا آدم میگه ولش کن، نگم، چرا این بنده خدا، خب پیرم هستن، چرا اینا رو از خودم ناراحت کنم؟ ولی آقا نمیتونم. شما اگه بابای منم بودی بهت میگفتم. خدا بیامرزه، شاید بابای منم وقتی مرد از من دلخور بوده چون یه ایرادایی داشته بهش گفتم. آقای سوربی اگم اسمم را بگذارم فرهاد زمانیان منو میندازه بیرون؟ نه نه اصلا هم چیز نیست. شما یه ایمیل جدید بگیر، با اون ایمیل جدیده برو فرهاد زمانیان درست کن،
شما 12 تا فرهاد زمانیان درست میکنی. یعنی اینجوریه که فکر میکنی اینا الان دیگه دادن به سیستم، از اینکه سیستم ها رو یه جوری دارن کنترل میکنن حرفی نیست، ولی برداشت ما بعضی وقتا درست نیست که چون من نوشتم فرهاد زمانیان با یک N این منو فرستاد بیرون. نه، این ممکنه از ایمیلی که براش میدی the same، همون ایمیل قبلیه، از این میفهمه این اونه میکنه تو بیرون. ولی شما برو از شروعش با یه تلفن جدید چی میگم که آی پی تمام، آی پی چک نمیکنه فیسبوک، یا تا حالا فکر نمیکنه چک نمیکنه. در هر صورت نمیدونم، والا مشکلات خیلی زیاده. خب آقای دوستمون خسته نباشید. بله بله بله، خیلی ممنون. با یه دوست تماس گرفتم، میگه جواب ندادن من رو حمله بر بی تربیتی ندانید، من جایی بودم که دسترسی به اینترنت نداشتم. خیلی ممنون، خوب شد شما اینو گفتید. دوستان وقتی یه تکستی برای یه نفر می نویسید، وقتی یه پیامی میذارید رو تلفن، وقتی یه ایمیلی میفرستید، فوراً نخواین از طرف که تو یه دقیقه دو دقیقه بهتون جواب بده. میدونم بعضی وقتا این اشکال افراد مرتبه منظمه که چون زود جواب میدن، وقتی زود جواب نمیدن شما نگران میشی. خیلی ها مثلا صبح برای من ایمیل میفرستن، من تو جاده، من پریروز 500 مایل رانندگی کردم، 500 مایل میشه 800 کیلومتر، یعنی از شیراز رفتم تهران. خب شب که اومدم نشستم اینترنت چیز کردم، طرف میگه آقا خیلی نگران شدم، صبح ایمیل زده بودم شما جواب ندادی. میگم خب زنگ زدی به پلیس؟ زنگ زدی بیمارستان؟ بلند شدی با دوست ماشین ورداری یکی یکی بیمارستان بری؟ پس نگرانی شما بیهوده بوده. بعدم چه نگرانی؟ شما یادتون رفته باید سه روز به سه روز میرفتن یه چیه این نت کافه ها تا یه دسترسی پیدا کنن به این. حالا اسکایپ زنگ میزنه، نمیدونم اینستاگرام زنگ میزنه، اون یکی پیغام میذاره، بعد همش هم انتظار دارن ما هم موقع جواب بدیم. اگه ماکسیموم جواب ندادیم یه دقیقه دیگه. نه آقا اصلا اشکالی نداره، شما همین که الان جواب دادی ازتون ممنونه. در رابطه با اینستاگرام، یادتونه یه دوستی از خلیج فارس برای ما برنامه میفرستاد به نام عقل بشر، ایشون اون روز نوشته بود که واتساپ تو را بنداز، توی اون من پیام گذاشتم. من به احترام ایشون رفتم پیامو خوندم، ولی از خودم میپرسیدم شمایی که ایمیل منو داری، شمایی که میبینی من به ایمیل زودتر جواب میدم، من دو تا چیز رو خوب زود جواب میدم، یکی ایمیل، یکی تلفن، یکی پیامگیر تلفن، سه تا چیز. خب چرا شما من میگی برو واتساپی که من میگم آقا من تا میام واتساپ اون یکی 30 تا مسیج گذاشته، اون یکی 800 تا ویدیو فرستاده. یه روز نشون دادم، طرف گفت آقا من وقتی تلگرام شما رو دیدم فهمیدم که بابا من اصلا تلگرام نمیدونم 50 تا 100 تا میگیرم، هیچه. آقا همین وایس آف امریکای کوفتی روزی 2000 تا میفرسته. من نمیدونم اینا چجوریه. خب خود اینا یکشون از خودش سوال نمیکنه، این خانم درخشش اگه باشدش، آقای فلاحتی نمیدونم فلاحتی فلان اینا، از خودش سوال نمیکنه خب من که برای این 2000 میفرستم این کی میاد اینا رو نگاه میکنه؟ کارمون خیلی خرابه. خب خواستم پیام آقای مسعود کردار رو بذارم با هم گوش کنیم. یه نفر از 571 که همین تلفن محلی هست پیام گذاشته، ببینم پیامش هم چقدر. 30 ثانیه ایشون صحبت کرده، بعد از برنامه گوش میده. ضمناً اون احمقایی که از ایریا کد 602 زنگ میزدن، من بلاکشون کردم و آمریکایی‌ها میگن I blocked them for good، یعنی حسابی ریختمشون تو سطل آشغال. بیایم سراغ دو پیام آقای مسعود خان کردار. یکیش ساعت 2:32 صبح، خودم بهشون گفتم شما 24 ساعت 7 روز هفته 365 روز، سالای کبیسه هم 366 روز میتونید تماس بگیرید با این شماره تلفن 202، اصلا مزاحم من نیست. و اون روز آقای بهرامی گفت میخواستم تماس بگیرم، دیر وقت بود، گفتم آقای بهرامی این تلفن من از 10 شب تا 7 صبح خاموش، ضمناً شما با اون یکی تماس بگیرید 202 695 25 73. ایشون لطف کرده
روی 202-695-2573 که الان رو صفحه تلویزیون میبینید پیغام گذاشتن. بشنویم با هم آقای کردار را. یک لحظه، 2:59. درود بر شما جناب سعودی و تلویزیون خوب شما و بینندگان و شنوندگان مردم تیوی. مسعود کردار هستم، از ونکوور کانادا زنگ میزنم. چند روز پیش خبری شنیدم در رابطه با ایران، گویا وزیر محترم فرهنگ جمهوری اسلامی قانونی رو ابلاغ کرده به تمام دوائر سراسر ایران، دولتی، دوائر دولتی. مضمونش هم این بوده که در هیچ اداره دولتی دیگه کسی حق نداره بجز زبون فارسی به زبون غیر صحبت بکنه. این خبر خبر بسیار بسیار خوشحال کننده برای من بوده و هست و امیدم دارم که همه ایرانیان واقعی و وطن‌پرستان واقعی از بذارید از آقای شیخی، از آقای زمانیان سوال کنیم، چون من چیزی در این مورد ندیدم، نخوندم که وزیر آموزش پرورش گفته بود، وزیر کی گفته باشه همه باید فارسی صحبت کنن یا فارسی بنویسن. اگر کسی همچین چیزی بگه، من فکر کنم تازه شروع یه اختشاشات و تظاهراتی خواهد بود. دوستان شما چیزی شنیدید در این مورد؟ حالا ببینیم آقای کردار پس از شنیدن این خبر نظرش چیه؟ این خبر بسیار بسیار خوشحال خواهد شد، زیرا که من همیشه در طول عمرم از اون موقع که عقلم میرسید این سوال برای من پیش میامد که چرا باید هر گوشه مملکت به یه زبون دیگه ای صحبت کنن و این باعث تیکه تیکه شدن و عدم اتحاد شدن مردم زیر یک سقف به عنوان ایران و با یک زبون متحد باید صحبت بکنن و زبون فارسی ما تاریخ خیلی کهنی به این زبون صحبت میکنه در ایران. چرا باید هر گوشه یه جور صحبت بکنن که یه جای دیگه برن توی یه ایالت دیگه برن مردم اون ایالت زبون همدیگر رو نفهمن و این ریشه استثماری داشته و یه سری از روشنفکر خائن ملت ایران در طول تاریخ در همه ادیان این کار رو کردن تا همین امروز و این باعث جدایی و تیکه تیکه شدن ملت ما و کشور ما بوده. این دستور بسیار بسیار یک دستور واقعا انقلابی به نفع مردم ایران بود و این باعث خوشحالی من شد. درود به شرف این آقای وزیر که یه همچین قانونی رو ابلاغ کرد و این خودش یک انقلاب بسیار بزرگی اگر درست چون نیک بنگریم به ریشه ی حرف و خواهش به اصطلاح خواسته ایشون نگاه کنیم بسیار کار انقلابی بود. شاید از 1100 سال 1200 سال پیش که فردوسی بنیان این مسئله رو برای زبون فارسی گذاشت تا به امروز کار به این مهمی که به ظاهر ساده است ولی خیلی گرانبهاست برای ما ملت و باعث میشه که دیگه این نفاق از بین ما بره اگر خوب عمل بشه و خوب اجرا بشه. حتی معاونش هم به کمک این آقای وزیر اومده و بسیار بسیار ایشون هم حرفای خیلی خوبی زده که ملت ایران دنبال کنن. به اصطلاح نیروهای انتظامی در سراسر ایران باید مواظب این دستور باشن که خوب اجرا بشه و ما بتونیم این تیکه 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 کردن زبونهای مختلف قومی رو از خودمون دور بکنیم و اینایی که میگفتن خواسته. خب ایشون پیام دیگه ای هم گذاشتن، چون این یکی تموم شد اجازه بدین بریم سراغ اون یکی پیام و یکی این باید باشه. 3:34. بله جناب صبحی، داشتم عرض میکردم که این مسئله که همیشه بعضی از این روشنفکرهای خائن ما چه در داخل چه در خارج همیشه اشاره میکردن خوبی کشور ما اینه که از اقوام متحدی تشکیل شده، مختلفی تشکیل شده و به گویش های مختلفی صحبت میکنن و این خیلی زیباست. بله زیباست به عنوان این که برای سنت لباسشون و زبونشون رو در بعضی از مواقع برای جشن ها استفاده کنن، اما این که بخواد هر گوشه. خب ببین آقای کردار، آقای زمانیان از ایران نوشته بنا شده در سراسر ایران در اداره ها فارسی صحبت کنن. شما توی صحبتاتون گفتید همون جوری که فردوسی. آقا من اینو
بارها حتی به دوستانی مثل آقای کامران عطابکی گفتم آقا یه روز بیاین بشینید، یکیتون این شهامت و جرأت رو داشته باشی که بشینیم جلو دوربین، من از شما سوال کنم شما پاسخ بدید. آقای کردار شما که سخنوری و پاسخگو به من پاسخ بده. فردوسی چجوری 1100 سال پیش این کار رو انجام داد، فارسی رو در ایران راه انداخت و باز امروز رسیدیم به جایی که این قسمتش آذری صحبت میکنه، اون قسمتش بلوچ صحبت میکنه، اون پایین عربی صحبت میکنن، اون وسطش لوری صحبت میکنه. پس همچون چیزی نبوده که همچین چیزی هست. حالا این آقا به گفته شما گفته مقامات انتظامی این برن اجرا کنن بگیرن. آقا کسی که تا دیروز لوری حرف زده تو لرستان، حالا بهش میگن فارسی حرف بزن بلد نیست، لغات کم میاره، اینم بگیریم ببریم بندازیم زندان؟ کی میخواد اینو بگیره؟ اونم خودش اهل لرستانه؟ این تصمیمات اینجوری درست مثل اشتباهات شاهه. تاریخ رو از امروز میکنیم 2500. درست مثل اشتباه اونه که گفت نمیدونم قسمت ترابری فلان گفت راست راسکی سیخکی به میدان، یه چیزی اینجوری میگن برای فارسی، قرار شده بود فقط فارسی صحبت کنیم اونم فارسی اینجوری. این تصمیمات اینا نه آموزش نه پرورشه. شما میتونی تو 3 سال 5 سال با آموزش و پرورش یه زبانی رو یه جایی ترویج بدی، رواج بدی، زیاد صحبت کنن، ولی نمیتونی یه بخشنامه‌ای که خود رئیس جمهورش مثل احمدی نژاد میگه اینا کاغذ پاره است دیگه، حالا تو ایران چون آفتابه دارن نمیگه با اینا با کونشون رو پاک کنن، با یه بخشنامه‌ای بگه همه باید از امروز فارسی صحبت کنن. گوه خوردی غلط کردی مردی، که برای که تو فقط فارسی بلدی؟ اصلا نگاه کنیم ببینیم فارس زبانا چند درصد ایران هستن. واقعا میگم یه نگاهی به نقشه بندازید، از اینجا که کردستانه، از اونجا که نمیدونم آذربایجانه، از اینجا که ترکمن و نمیدونم مشهده، از اونجا که بلوچستانه، از اون پایین که عربی صحبت میکنن، چند درصدش فارسیه؟ خب لابد فردا میخوایم به اصفهانی هم بگیم نخه شما باید با فارسی لهجه من صحبت کنی، به شیرازی هم بگی شما باید با فارسی لهجه من صحبت کنی. من بچه که بودم این دوستای فامیلای تهرونیمون گاهی وقتی ما رو مسخره میکردن میگفتم خب کاری نداری که ما میگیم گنجش، میگفتیم گنجش، گنجش رفت رید رو بندو، حالا تو بگو ببینم، میگفت گنجش رید رو بنده، گفتم دیدی شدی فول آف گو. نکنید این کارو. این وزیره یکی باید بهش بگی تو با کی صحبت کردی، در کدام جلسه دولت نشستین، کی علیه این صحبت کرد، بعد چند به چند به تصویب رسید. همین بشینیم فارسی صحبت کنیم مشکلمون حل شد. حالا فردا طرف میخواد بیاد کردستان توی دادگاه کردستان به جای بگه کرچونی خیلی یادش بدیم میاد میگه آقا چطوری، بعدش دیگه نمیتونه حرف بزنه. پس همه رو گنگ کردیم دیدی، میگیم شما میتونی منو گنگ کنی، کر کنی، کور کنی، ولی نمیتونی منو خر کنی. اینا حقیقتا میخوان مردمو خر کنن. پیام شما به این دلیل حدود 6 دقیقه شد چون یه جاش تکرار مکررات بود، چون ننوشته بودی، اگه نوشته بودی کارت درست میشد. خب بله، اینو کی گفته آقای زمانیان، اسم وزیره کی بوده و اینها. و اما عکس سیم برق اون رو نشون دادم و اینجایی که گفته بود اگه یه سیم لخت باشه فلان، نه من بارها پرسیدم تو برنامه، دوستانم جوابای قشنگی میدن، میگم یه وقت نگاه کنید ببینید این پرنده ها نشستن رو سیم برق، دوتا پاشون هم رو سیم برقه، چرا برق نمیگیردشون؟ اونایی که بلدن مثل پتیک، برای که میگه این سیم برق یه دونه است، من و شما هم اگه دست بزنیم به یه سیم برق نمیگیرتون، به شرطی که کفشمون عایق باشه، به شرطی که با زمین بدن چیز نباشه، چون جایی که نیروگاه برقه برای که یک سیم کمتر بکشن میان اونجا منفی رو وصل میکنن به زمین، چون زمین هادیه هدایت میکنه برق رو، منفی رو وصل میکنن به زمین، اون وقت این سه تا سیم رو میکشن، بعد هر جا که میخوان از زمین یه سیم کلوف بردن تو ترانسفورمر و اینها، اون میشه منفی.
و اگه دستت به مثبت و منفی بخوره میگیرتت، اگه دستت به دو تا مثبت بخوره حسابی پدر صاحب بچه در میاد، چون تو ایران ولتاژش از 220 میشه 380، اینجا از 110 میشه 220. اینه اگه میبینی گنجشک میشینه اونجا طورش نمیشه به این دلیله. ولی دیدین مار، عقاب، اینا پرواز، مار پرواز کنه، مار گاهی وقتا روی یک کیبلی میره، دلیلش اینه که اینا گرمن، چون جریان توشون رد میشه اینا گرمن، بعد از اونجا که میخواد بیاد رو سیم برقی منفجر میشه. هزاران فیلم توی یوتیوب هست که به اصطلاح حیواناتی که به وسیله سیم برق اصلا منفجر شدن. بماند، اینم باز دیدم اینجا نوشتم سیم برق و لخت و اینها. دوستان عزیز، دنیس راس مشاور سیاست خارجی دولت باراک اوباما مدعی شده که تهدید جنگ تنها راه دستیابی به صلح با ایران است. این رو هم الان داریم میبینیم که توی ایتالیا که آقای بایدن نشسته و بعدش هم میخوان برن گلاسکو اگه اشتباه نکنم، و این نشست 20 کشور گردن کلفته، 20 کشوری که میخوان برن راجع به دنیا صحبت کنن، 20 کشوری که خودشون 80% کثافتکاری دنیا رو اینا به عهده دارن. و میدونید که الان آقای ایلان ماسک گفته از من میپرسن من چرا باید پول خرج کنم برم کره مریخ، برای که ما به حدی کره زمین رو خراب کردیم که تنها امیدی که میتونیم داشته باشیم اینه که زودتر بریم مریخ رو آماده کنیم، حتما با ماشینای برقی، بعد بریم اونجا زندگی کنیم. و ممکنه بشه حتی در زمان به اصطلاح طول عمر ایشون به یه جایی برسیم مثل اون. این هم از این ماجرا. آرامش دوستدار آقای بهایی نویسنده فیلسوف که بعد از بهاییت اومده بیرون، و اینها این چهارشنبه 27 اکتبر درگذشت. راستی چرا میگن درگذشت؟ آقای جلیل بهار که اونم فوت شد و درگذشت، میگه برای که منظورشون اینه که درگذشته زندگی میکرد، درگذشت یعنی دیگه الان نیستش. بعد میگفتن فوت کرده، میگفتن نگین فوت کرده، چون فوت کرده یعنی خودکشی کرده، خودش کرده، ولی فوت شده، حالا به دلیل پیری، به دلیل مریضی فلان. آقای آرامش دوستدار، اکبر آقا، ربکا خانم، یا آقا ربکا، آقا خیلی مسخره است، آقا ربکا، این عکس پشت سر من قشنگه، اینو یه عکس دیگر رو یکی از دوستان فرستاد، گفت آقا اگه خواستی اینا رو استفاده کن، حالا امیدواریم مال خودش باشه. آرامش دوستدار میگه زبان فارسی ناقص است. برید برنامه‌هاشو گوش کنید، توی تلویزیون مردمم یکی از مصاحبه‌هاشو من گذاشتم، فکر کنم با بی بی سیه، یکی از مصاحبه‌هاش گذاشتم و تا دوشنبه سه شنبه هم باز میذارم. ویدیوی جدید آقای حسن ارشاد، برنامه 408، ماشاءالله به این پشتکار رسیده، داریم پخش میکنیم. ویدیوی جدید خودم پخش میشه، ویدیوی جدید کانون آبا پخش میشه، و ویدیوی مصاحبه آقای آرامش دوستدار که خانواده بهش آرام میگفتن، آرام. و برید ویدیوهای زیادی از ایشون روی یوتیوب هست ببینید. اینجا هم نوشتم عکس سیستان را حتما نشون بده، همه چیزهای ما تو زندگیمون حتمیه، حتما نشون بده سیستان. و چرا من میخوام این سیستان را نشون بدم؟ بله، دلیلش اینه. شما هم میگفتین، میگفت چرا؟ میگفت برای ایرو. حالا توی آلمان که بودیم میگفت واقوم، میگفت داغوم. من هم موقع که میگفتن یاد چرا برای ایرو میفتادم. الان از موقعی که ما برنامه اونو کردیم، ویندو آپریتینگ سیستم 11، متاسفانه وقتی یه عکسی باز میکنیم این بالاش و پایینش اینجوری میشه و هیچ کنترلی هم من ندارم که اینا رو نشون نده بهتون. نگاه کنید چه جوری میشه کامرای 3. بله، این از این اتاق کنترل، لطفا ما رو کنترل کن، من مجری احمقی هستم، شما ما رو کنترل کنید. اتاق فرمان، اتاق فرمان، اتاق کنترل درسته، ولی اتاق فرمان. میگه که این آقای علیرضا سلیمانی نوشته، آقای سلیمانی ببخشید این قسمت که میاد رو اسم شما یا این قسمت پایین من نمیدونم چجوری میشه برداشت، و بذارید اینجوری بزرگش کنم شاید درست بشه. نه، بازم میمونه، برگردیم به همون
حدی که هست. بله، این دختر کوچولو فاطمه شیخی ساکن کرمانشاه است. فاطمه یتیم است و پدر خواهر او به لحاظ نارسایی کلیه فوت کردند و خود فاطمه هم چنین مشکلی داشت که خوشبختانه چند سالی است پیوند کلیه شده و از ابتدای کار تحت پوشش ما بوده، یعنی قبل از شکل گیری گروه سیستان و برخی از دوستان حاضر در گروه برای پیوند فاطمه ما را از ابتدا یاری دادند. در حال حاضر هم تحت پوشش ماهیانه خانم مسبوقی عزیز هستند که گاه به هر بهانه‌ای خانم مسبوقی عزیز میزان کمک را افزایش می‌دهند و عنوان جایزه و عیدی به آن می‌دهند. به واسطه تحریم‌های دارویی و نیاز فاطمه به داروی خاص که در بازار موجود نیست، به مدت 7 ماه داروهای او توسط آقای حامد وثوقیان تأمین شد که بالغ بر 27 میلیون تومان شد. ارائه این گزارش صرفا جهت فعالیت اعضای گروه صدای سیستان و خوزستان هست که البته این کرمانشاه کردستانه و اینکه بدانیم تعداد زیادی از کودکان منطقه تحت پوشش چتر حمایتی شما خوبان قرار دارند و هر چند وقتی یک مورد را معرفی میکنیم. مهین صمدی، مهتاب آسمانی، این تلگرام لینک هم اینجا گذاشتن، بخشی از خدمات گروه سیستان خوزستان. خب این خوب شد. آقای منوچهر خان، شما میتونید به اینا کمک کنید. اگه براتون مشکل تماس با اینا، من حالا که این دایی محسن رو توی ایران گیر آوردم، این زحمت ها رو بهش میدم و ممکنه اگه شما کمک کنید، دیگران کمک کنید، این مبالغ رو بفرستیم به ایشون و بگیم که به اصطلاح کمک کنن به این گروه ها. گروه های اینجوری در ایران کم نیستن، همین آمریکا و کانادا و اروپایی که من و شما زندگی میکنیم، انقدر میگیم اینا دارن، اینا خوب عمل میکنن، اینا دموکراتن. خودتون چشماتونو ببندید، نه چشماتونو باز کنید، تلویزیون رو نگاه کنید، مخصوصا از همین الان که میریم به طرف تنکسگیوین و میریم به طرف کریسمس و سال نو، ببینید چپ و راست چه شرکت هایی چه سازمان هایی میان از شما گدایی میکنن. به خودتون نگین این سازمان ها وقتی 100 دلار میدیم 97 دلارش خرج اتینا میشه، 3 دلارش به اونا میرسه، چون اینجوری باعث میشه شما مجبور بشین بیشتر کمک کنی. این دلیلی برای کمک کردن، کمک نکردن نیست. اینم از این مسئله و از این بابت شما پیدا کنید جایی رو که بیشتر درصد، بالاخره یه کسی یه خرجی کم میکنه ازش. حالا حتی اون راننده تاکسی که میخواد مثلا کمک خانم دکتر زنوسی کنه، برنج و روغن ببره بده به فقرا، خب اگه بگه من دستمزد خودم رو نمیگیرم، باید اقلا پول بنزینشو بدیم، ولی اگه این کارو بکنه که اینم میشه جزء اونا. میدونید اشکال ما اینه. اون کسی که میگه آقا به خاطر سالگرد فرح یه برنامه بذار با آقای گرامیان، همه دستور میدن، همه از شما میخوان یه کاری انجام بدی، هیچ که نمیگه. یه نفر بعد از سالها مثلا 2010 2011 ما چند تا ویدیو داشتیم که اصلا دیگه اون حسابا رو ما استفاده نمیکنیم، یه نفر نوشته بود آقا چند تا برنامه اینجا بوده، لطفا اینا رو وردار، من اصلا دیگه رفتم یه زندگی دیگه، نوع زندگیم عوض شده، زن و بچه دارم، نمیدونم شغلم اینجوری و فلان، نه اینا رو بردار. تو همون من اتفاقا داشتم میخوندم، گفتم خب بهش میگم این وقتی که من میذارم یا باید زنگ بزنیم به اون آقایی که تو مریلند انجام بده، اینو کی پولشو میده؟ بعد خودش نوشته بود من یه مبلغی هم به تلویزیون مردم حمایت میکنم، لطف کرد 100 دلار کمک کرد که چیز 5 دلارش برداشت، 95 دلار به دست ما رسید، ممنونم. وقتی ما رفتیم فکر کردیم این 4 تا برنامه، دیدیم شد 12 تا 15 تا و مکافات داشتیم دیگه، ما هم رومون نیومد بهش بگیم بابا ما فکر کردیم 4 تاست، گفتیم خب میارزه 25 دلار برای هر کدوم از لازم وقت، ولی این 10 12 تاست انجام دادیم. ولی دیروز به من زنگ زد تشکر کرد، گفت خانمم و نمیدونم بچه‌هام هم اینجا هستن اینا، گفتم بابا دیگه اینقدر ما رو خجالت نده، ممنون و متشکرم. اینم از این بابت. دوستان ساعت 3:10 بعد از ظهر امروز 31 اکتبر، آخرین روز اکتبر، و اینم خیلی جالبه، مثلا 4th of July میگیم یه روز معینی هست، چون آمریکایی‌ها تعطیلاتشون میندازن به دوشنبه ها یا جمعه ها که 3 روز
4 روز برن و به اصطلاح. ولی این 31 اکتبر چون تعطیلی نیست، فقط جشن و اوزای پول خرج کردن و شکلات خریدن و آب نبات خریدن و اینها هست، این همون 31 اکتبر. و من یادمه یه سالی اون روز 31 اکتبر، 31 اکتبر 91 بود، ما اسباب کشی داشتیم. خب حالا دیگه تو اسباب کشی آدم یادش میره تنبون خودش کجا گذاشته، اینا هم میمدن بچه‌ها شیرینی میخوان، کیک، میگفتیم بابا ما داریم اسباب کشی میکنیم، بعدم حتما اونا تو دلشون هم فوش میدن و میرن. و اما امروز جشن هالووین هست در آمریکا که به نظر من خیلی مزخرفه. اینم درست مثل اون داستانهای مذهبی، ما بریم شکلات بدیم به بچه ها، بچه هامونو مریض کنیم، بعضی آدم های مریض هم بچه ها رو مسموم کنن که میخوایم از شر اجنه رها بشیم. چه کار کنیم که از شر اجنه رها بشیم؟ خودمون هم لباسای اینجوری بپوشیم. یه نفر یه کار قشنگی کرده به نظر من جالبه. این بذاریمش اینجا ببینیم. نه این اکثرم باز درست نشون نمید، من نفهمیدم آخر چرا این عکس‌ها رو. بدم نیست، نه بدم نیست. خب عکس بالایی نوشته شب یلدا در مقابل هالووین. ببینید اون بالا خانواده نشستن کرسی و این به اصطلاح سفره رنگین و سفره پهن، این پایینم یه مشتی آشغال کله با این ماسکایی که هیچ وقت از این ماسکای پلاستیکی به صورتتون زدین. من یادم سالها پیش وقت تو رادیو کار میکردیم، یه سال دوستان گفتن بیان بریم جورج تاون و منم اشتباه کردم، به پسرم گفتم چه کار کنیم؟ گفت اینها این ماسک شیطون بزن. گفتیم باشه آقا، چشمتون روز بعد نبینه. اینه که شما میزنی نفس که میکشی، شما ببین الان ما یه ماسک پارچه‌ای میزنیم جلو دماغمون و دهنمون تا برسیم هم تو ماشین درش میاریم، اینا چقدر اذیت میشیم. این ماست هرچی هوا چیزه اونجا و هم مثل بخار میشه. اصلا داشتم به خودم فوش میدادم دیگه، تا آخر شب این چیزاشو بزرگ کرده بودم که نفس بکشم و اینها. حالا شما نگاه کنید این عکس، ببینید اینا که مثلا کلی هم پول دادن. اینا یه پلاستیکای بزرگیه که میبینید اینجا. در هر صورت نمیدونم شما نظرتون چیه که تو ایران هم شنیدم این هالووین و اون یکی دیگه والانتیر، مثلا والانتیر میدونی سینت والانتین یا هم چیز یه امام اینا بوده، امامی بوده که برای عاشقا ازدواج ممنوع بوده، این زیر آبی ازدواج ها رو رسمی میکرده. ببین چقدر مسخره، ازدواج ممنوع بوده، این زیر آبی کار غیرقانونی میکرده. و مگه احتیاج دارن به شما؟ هر کی میخواد ازدواج کنه بره، هر کی میخواد با هم زندگی کنه. خب بذار من اینم پاک کنم هالووین و فلان، ولی اون عکس سیستان رو نگه میدارم برای دای محسن. دانه آش یا دانش رو نشون دادم و همین الان دیدم یکی دیگه نوشته بود مجید، مش این ور جیدش اون ور، و من نمیفهمم این رو چه احمقی شروع کرده و این دوستان دارن ادامه میدن. صحبت از احمق شد، این خانم اینجا یه چیزی نوشته بود، ما هم جونمون میخواره دیگه دنبال موضوع میگردیم. رفتم براش نوشتم که نگاه کنید دوستان، خیلی از شما ممکنه مثل من یک امید واهی داشته باشید به جوانای ایران. این خانمه که اسمش سایه ما هست، اوکی، اینم ساخ شاه سایه خدا بود اونجوری ذلیل شد، حالا این خانم سایه ماه. نوشته من با اون آهنگایی که برام میفرستید خاطره دارم. گو میخوری چت و دو طرف پاک میکنی. نگاه کن این حالا برای کسی که براش آهنگ میفرستاده، به قول خودش خاطره داره، اون تصمیم گرفته این نوشته ها و اینا رو پاک کنه. این خانم که ادای ادب و ادای فارسی هم میکنه به اون نوشته تو گوه میخوری که چت چت یعنی صحبت به این دو نفر، چتا رو پاک میکنی. من نوشتم واقعا شما جوان ها تو ایران امروز با هم اینجوری صحبت میکنی؟ در فیلم های فارسی دیدم که همش از کلمات گوه و فلان و اینا استفاده میکنن، ولی باور نمیکردم که در بین دوستان جوان هم صحبت کردن به اینجا رسیده. موفق و پیروز باشید.
بعد ایشون نوشته شما که ادعای میگم من که خانم ادعای فضل کردم، ما اگه ادعایی هم کردیم فضله بوده اون تو سرت بخوره. این یک. خب اینم پاک کنیم. این خانم چی بود اسمش؟ ایران جوانها. و یه دو سه تا عکس دیگه بهتون نشون بدیم. سوبر راید، چون درباره هالووین صحبت کردیم، سوبر این کلمه سوربی فکر کنم یعنی از مس نبودن میاد، کلمه سوربی از سروب از فلز میاد. ولی مثلا آقای بوشهری عزیز، ربکا، تو شیراز به سرب میگن سروب. من یه عمر تا اونجایی که مدرسه میرفتم تو ایران، از موقعی که بچه بودیم معلمه میگفته سروبی بلندش بی پای تخته، بعد که بزرگتر شده بودیم میگفتن آقای سروبی تشریف بیارید، حالا بعد رفتیم اومدیم آمریکا و آلمان و فلان نشدیم سروبی. چه کسی دیدید میگه من کی هستم که به شما اینو بگم؟ چه کسی میدونه سرب درسته یا سروبی؟ اصلا اینا از کجا بوده شروعشون پیدایشون؟ بریم سراغ سوبر راید. سوبر راید یعنی کسی که مست نیست و به اصطلاح با ماشین یا رانندگی میکنه یا دیگران رو میرسن رو به خونه. توی آمریکا میگن دی 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 یا دی دی، به اصطلاح یعنی رانندهی که گذاشتنش برای رانندگی کنه، برای دوستانش رو برسونه به این ور اون ور. الان یه دی دیگه گذاشتن جلوش، به شوخی میگن درانک دزیگنیتد درایور، به جای دزیگنیتد درایور دی دی شده درانک دزیگنیتد درایور. میگه چون اینا از که طرف قول میده میره فکر میکنه، ولی تا آخر شب اینم شروع میکنه مشروب میخوره. حالا شرکت هایی که مثل لیفت و اوبر و اینها هستن، امروز میگه شما اگه یه جایی مست هستی رانندگی نکش، خودت رو به زندان و دیگران رو به بیمارستان و قبرستان نفرست، ما تا $15 مجانی شما رو میرسونیم به خانه و منزل. دوستان اینا این کافرا هستن که شما رو مجانی سوار میکنه، ولی این کافره میدونه اولا این روزا $15 هیچی نیست، همش $30-$40 $50 $60 میشه. خب اون یه پولی ساخته، ولی به این صورت یه تخفیف به شما داده. دوباره من میدونه شما که امشب ماشینتو بل میکنی اونجا، فردا با کی میری دوباره زنگ میزنی به همینا پول میسازن. پس ببین پول ساختن، پول دار شدن هیچ اشکالی نداره. اتفاقا این شاهین 2000 یک ویدیوی گذاشته که من اینو شیر کردم، گذاشتم روی فیسبوک، برید حتما ببینید. یه آخوند جوانی بود سالها پیش خلع لباس شد، این هنوزم صحبت میکنه و صحبتاش هم خیلی قشنگه. امیدواریم اگه این یه روزی به یه پک و پول و مقامی رسید، اینم مثل اونای دیگه نشه. دیروز در این جمعی که ما بودیم این شعر رو خوندم که من اولین بار از آقای مهندس هوشمند در آلمان شنیدم و الانم 30 چند سال از ایشون خبری ندارم. امیدوارم اگه زنده است سلامت باشه، اگرم فوت شده یادش گرامی. 2 تا پسر داشت و خیلی خانواده خوبی بودن. ما شبهای به اصطلاح غربت آلمان رو گاهی وقتی اون خانم اسمش یادم رفته، ولی داداشش جواد اسمش بود، شعرهای مرضیه رو میخوند. آقای هوشمند کسی بود که میگفت که من همه چیز داشتم خارج، من دلم برای سبزی فروش سر کوچه‌مون تنگ شد و رفتیم، رفت برگشتم ایران. و بعدم بنده خدا سال 86 یا نه 84 من ایشونو دیدم، برگشته بود اونجا دوباره زندگی رو از نو شروع کنه. گفت چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشن. خب این سیم برقم بهتون نشون دادم، بله سیم برق هم میگیره هم فلانه، اون چیزایی که مردم میگن اشتباهه. این عکس هم بهتون نشون بدم، خیلی عکس قشنگیه. دوباره این چیزه میاد روش میپوشن و بالا و پایینش رو، ولی من نوشتهشو میگم. و نگاه این مرد به این دختر کوچولو که نوشته که این عکس روزه، بعد نوشته که دوتاشون هر دوشون
both facing poverty، یعنی هر دوشون فقیر هستن، ولی هنوز هم دختره باباش رو مثل پادشاه میبینه و این آقا هم دخترش رو، بذارید اینو باز کنم که میتونم بخونم، عجب ما این ویندو ما رو اذیت میکنه و این چیزها رو آورده روی عکس گذاشته، باید عکس‌ها رو یه جور دیگه کات کنم که بالا و پایینش مشکی باشه، این قرار بگیره روی اون مشکی‌ها و اصلا نمیذاره بخونیش، خیلی مسخره که شما یه چیزی رو میخوای بخونی این اومده یه چیز. در صورت همینه، میگه اینا هر دو فقیر هستن ولی دختره باباش رو مثل شاه میبینه، حتما اون بابا هم دخترش رو مثل به اصطلاح پرینسس یا شاهزاده. البته این روزا وقتی به یکی بگی شاه و شاهزاده یه جورایی بهشون توهین شده. اندیشکده آگاهی و شناخت، وقتی که آقای آریانپور فوت شده بود، این دوستان یک فلایر یا یک نوشته ای رو نوشتن و من هم روی فیسبوک گذاشتم برای اونایی که فیسبوک ما رو دنبال میکنن. من دوستان مثل دیگران روزی 100 تا چیز نمیذارم، من ماکسیموم 5 تا، ولی خودم محدود میکنم به 3 تا. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، دانش و بینش، اندیشکده آگاهی شناخت، یادی از دریادار امیرهوشنگ آریانپور. دریادار امیرهوشنگ آریانپور، معاون فرماندهی نیروی دریایی ایران، یک انسان میهندوست، درستکار، آزادیخواه و عدالت طلب بود. آریانپور مانند هر ایرانی خردگرا با تمام وجود پیوسته برای میهنش خدمت و انجام وظیفه کرد. او در مخالفت با اقدامات ناکارآمد نیروی دریایی و حکومت خودکامه شاه خود را بازنشسته نمود. دریادار آریانپور در مورد همه پرسی خمینی می نویسد: من و همسرم با وجود تنفر از رژیم شاهنشاهی در روز 22 فروردین، این روز 12 دوستان، 11 بود و 11 و 12 نتیجه شهرمتها فروردین 1358 به محل رای دادن رفته و کارت مربوط به رژیم شاهنشاهی را هر دو به صندوق انداختیم. کلن این نوشته اگر نقل قول از آقای آریانپوره، یه دو تا اشکال داره، یک تاریخشه، یکی توی اون توی اون رفراندوم یا همه پرسی بین شاه و بین خمینی و آخوند و اینها نبود، کارتی مربوط به رژیم شاهنشاهی نبود، جمهوری اسلامی بله یا خیر، تا اونجایی که من یادمه. او پس از انقلاب بار دیگر به خدمت نیرو دریایی درآمد و معاون دریادار احمد مدنی شد. در تابستان 1359 همراه با تیمسار مدنی از ایران خارج شد و در جبهه مخالفان رژیم اسلامی قرار گرفت. طی 4 دهه گذشته نیز با تلاشی خستگی ناپذیر رژیم ضد ایرانی آخوندها را افشا کرد و برای جلوگیری از گمراهی هممیهنانش خودکامگی حکومت شاه را به نمایش گذاشت و رضا پهلوی را به چالش کشید. یادش گرامی و راهش استوار باد. دبیرخانه اندیشکده، آدرس وبسایت اندیشکده هم این پایین نوشتم، اندیشکده.net. و دوستانی که احوال آقای لادن رو میپرسید، من یک ایمیل برای ایشون فرستادم، حالا احوال کردم و ازشون یعنی پرسیدم که دوستان اول پرسی میکنن، میگن آقای لادن که برنامهش دوباره شروع میکنه، من میگم سون، این وقتی که مدرسه ها باز میشد. بله دوستان، در دوره شاه مدرسه ها که باز میشد ما یه ماه اول کتاب نداشتیم، هی میرفتیم دم کتاب فروشی رو میمدیم میگفتیم آقای حاجی چی شد؟ میگفت زیر چاپه. آقای فلانی چی شد؟ میگفت زیر چاپه. یعنی اونا هم یه جوری ما رو مسخره میکردن، میگفتن برو آقا میخوای درس بخونی چی کار کنی. اینم از این. خب ممنون و متشکر. ببینم اینجا چیه، این دیوونه اگر کسی به این نام باشه، محمد سفری، دوستان اگه خواستید زنگ بزنید یکم بخندید، 775-843-1810 و اینه دیگه، زنگ میزنن میخوان وقتتو تلف کنن، وقتی بهش میگه آقا من وقتم ارزش داره، میگه شما دیوونه هستی، ولی ببینید اون چقدر خر و دیوونه است که به یه دیوونه تماس میگیره، میخواد کمکش کنه که در بیفته با خانم دکتر یهودی در نوادا. نوادا اون ور آمریکا است، من این ورم،
سه ساعت فقط اختلاف زمان داریم، یعنی انگار ایشون توی کره دیگه هم، توی کشور دیگه است. امان از این زمان، اختلاف زمان. شنیدم که توی ایران و بعضی از کشورها ساعت رو یه ساعت بردن عقب، هفته آینده در آمریکا این کار انجام میشه. امیدوار بودم دیگه اینو نجات بدن، تمومش کنن. بعضی از ایالت‌های آمریکا مثل آریزونا این کار رو انجام نمیده، چون میگه هیچ سودی نداره و همه چیز رو به هم میریزه. هفته آینده یک ساعت ساعت آمریکا رو به عقب میکشن. اینا میگن پاییز یک ساعت به عقب، بهار یک ساعت به جلو. از بس این کار رو کردن، عقب جلو خودشون یکی شده. ما هم نمیفهمیم کدوم وقت وقت حقیقیه، ضمن این که هیچ وقت حقیقی نیست. این اوقات، ساعت، زمان یه چیز قراردادیه که خود انسان دوپا اینو درست کرده. حالا چرا گذاشتن 60 دقیقه و 12 ساعت؟ باز برمیگرده به 12 امام. و میدونید این مسیحی هم 12 امام هن؟ دیدی حضرت عیسی نشسته با 12 تا یارش و فلان؟ فیلمی بود 12 مرد خبیث، اینا هم 12 ساعت. حالا چرا ساعت 60 دقیقه، چرا 100 دقیقه نیست که وقتی میخوان تقسیمش کنن قشنگ تیک تیکه یه چهارمش نشه 15 دقیقه بشه 25 دقیقه؟ من یادمه یه جای کار میکردیم، میگفت به شما من درصد ساعت حقوق میدم. بعد یه لیستی برای ما درست کرده بودن، اون وقتا که کامپیوتر ماشین حساب اینا در دسترسمون نبود، که مثلا اگر 3 دقیقه درست چیز شده، 3 ضرب در 60 ضرب در 80 ضرب در 100، این تقسیم بر 100 میشه اینقدر صدم. و خیلی امشب در آلمان ساعت‌ها یک ساعت برمیگرده عقب. خب اینم کار اشتباهیه. اگه تو آلمان یک شنبه شب ساعت رو عوض میکنن، صبح دوشنبه که همه چی به هم میریزه. توی آمریکا شنبه شب، صبح یک شنبه ساعت رو میارن عقب، که هر کی هم خواب بوده، عرق خورده، مست بوده، اینها توی شنبه یه دوستی بهش زنگ بزنه، یه ایمیلی بیاد ساعت نوشته باشه، این دوزاریش بیفته و ساعتش رو درست کنه. حالا اگه شما هم منظورت از امشب یعنی دیشب بوده، آقای اکبری ویک اپ، بیدار شو، برخیز، به قول اسپانیا وخی. خب اینجا نوشتم اقدام شد. این همون برای دوستمون که ویدیوهاشو داده بود و گله میکرد از یه تلویزیون دیگه که این کارو نمیکنه. شما اگه نگاه کنی، آقای اسمشون هم محسن، آقا محسن خان، بنده یادداشت کردم، لینک ها رو نوشتم، رفتم دنبالش، یکی یکی نوشتم کدومش ریزالف شده، کدومش ریموف شده. اون دوستان حوصله ندارن و اون دوستان هم حق دارن، میگن آقا ما وقت نداریم، ما اون وقتا بیکار بودیم، جوان بودیم، فلان، الان زن و زندگی و کار و فلان، حالا میفهمیم شما چی میگی. و باز هم ممنون از حمایتی که کردین. و اما دوستان، یه خواهشی ازتون دارم. اولا امروز هالووین است، نوشتم تسلا، اون کسی که میدونید تسلا اسم کسی هست که این اختراعات زیادی که ما میبینیم و افرادی مثل ادیسون ازشون استفاده و سوء استفاده کردن، حقیقتش تسلا نمیدونم یوکرینی بوده کجایی بوده، اون بیچاره زحمت کشیده. ولی شما میبینید اسمش رو هم ما بلد نبودیم تا زمان من که رشتم هم برقه، حتی یه جا ندیدم بگن تسلا. تسلا کسی بوده که تو اون زمان خودش به دنبال این فکر بوده که برق رو بدون سیم منتقل کنه، و میگن این یه روز امکان داره، انجام میشه. شما الان نگاه کنید، تلفن تو میاری بدون که وصل کنی به سیم، میذاری یه جایی چارج میشه. خب این میکنتش مگنت، اون مگنت میکنتش برق، دوباره فلان، اینها ببینیم چه خواهد شد. ولی تلفن تسلا توسط ایلان ماسک یا شرکتش به زودی میاد به بازار، و برید ببینید چه قوقایی میکنه. میگه دیگه اینجوری نیست که شما ارتباطت قطع بشه، بگی وای فای ندارم فلان اینا. خود این تلفنه و این ماهواره ها و ستاره ها و فلان اینها، اونها به شما وای فای رو میدن. این تسلا اینجا نوشتم حتما نشان بده. اندی و همسر شینی رو میشناسید؟ اینا دوتا انسان خوب هستن، به غیر از اینکه آرتیست هستن، هنرمند هستن، انسانهای شریفی هستن. انسانهای شریف رو دوستان از اونجایی بشناسید که اینا به حیوان آزار نمیرسونن، کمک میکنن. و دیدم بارها که اندی تو برنامه‌های مختلف این کار رو انجام میده. بذارید من اینجا اون لینکاشو پیدا کنم برای شما دوستان روی فیسبوک بذارم، و ازتون خواهش کنم که حتما این کار رو
انجام بدهید. اینجا نوشته که خیلی ممنون از توجهتون. Thank you for your consideration. I would like to این همسر اندی نوشته، شینی نوشته، چون اسم اینها خیلی عجیبه آقای اکبری که امشب ساعت 12 اینا عوض میکنن، توی اینجا حتی ساعت 1 و 2 صبح وقتی میخوان برش گردونن عقب 2 صبح میشه 1، وقتی میخوان ببرنش جلو 1 میشه 2، که رستوران ها ازش استفاده میکنن. و بله، برگردیم به اندی و شینا. این شینی ببخشید، این دوستان گفتن که ویدیوهاشون به اصطلاح انتخاب شده. میدونید که وقتی میخوان یه جایزه بدن یه لانگ لیسته، بعد تبدیل میشه به شورت لیست، بعد بین این شورت لیست برنده انتخاب میشه. گفتن اگر از برنامه های ما لذت میبرین و اینها، به اصطلاح بیاین اونجا شما هم نظر بدید. بذارید من این صفحه رو بهتون نشون بدم که به این صورت هست. یه احمقی بود از ایران به من حمله کرده بود که چرا تو آگهی اندی رو نشون دادی. گفتم تو فعلا همون آویزون باش به آخوندا، گاهی وقتی هم بیا اینجا خارج پول جمع کن برو اونجا پوز بده، و به قول آهنگی که میگه shut up and dance. بله، میگه thank you، برای توجهتون ما متشکریم. این خانم یا همسر اندی نوشته I would like to thank you very much in advance for your review and consideration of my song and video project on the ballot for Grammy voting. میگه که این آهنگش و ویدیوش انتخاب شده، بعد من تشکر میکنم اگه توجه کنید و اگه دوست داشتید به اصطلاح لایک رو بزنید و اینها، و برای این قسمت ها in the following category چند تا برای در چند رشته هم چیز شده. یکیش پاپ وکال پرفورمنس در رشته آوازهای موزیک های پاپ، یکی دیگرش هست سانگ آف دی ایر، به اصطلاح آهنگ سال، ریکورد آف دی ایر، موزیک ویدیو. این هم خود خانم شینی که آخرین باری که من دیدمشون توی عروسی پسر یکی از دوستان بود و بنده خدا اون موقع پاش شکسته بود، و امیدوارم که الان سالم و سلامت و سرحال باشه. خب دوستان، این هم از این. اجازه بدید برگردیم باز به استودیوی جهانی. دیدید این تلویزیون ها چقدر هی میگن تلویزیون جهانی اینها. آقای مسعود کردار پیامهاشو خوندم، عکس سیستان رو حتما نشون بده. و اما من یه فیلمی دیدم به نظرم جالب بود، بعد دیدم این خیلی قدیمیه. هنرپیشه‌هایی که الان به عنوان هنرپیشه اصلی هستن تو اون فیلمه به عنوان درجه 2 و 3 و اینا بازی میکنن. آقای پرستویی یکی دیگه که نقش مختار رو بازی کرده، نه آقای تقی مختارا اون بود و اینا. و این اسمش هست فیلم، اسمش هست آدم، فیلم آدم برفی، و سال 1373 ساخته شده. مخصوصا الان که اوضاع ترکیه به هم ریخته و قیمت لیر پایین اومده، این درست شرح حال این دوستانی است که میرن ترکیه و پولاشون از دست میدن، با امید و آرزوها میرن و با افسردگی بر میگردن. من اینقدر راجع به واتساپ و فیسبوک و این و این و اون توضیح دادم، ولی اون چیزی رو که باید میگفتم و میخوندم هنوز نخوندم. و اون نوشته بود که این دوست ما از خلیج فارس فرستاده بود برای واتساپ و به وسیله واتساپ، ببخشید نه برای واتساپ، و من براتون میخونم اگر بتونم ایمیل ایشون رو پیدا کنم. بله، این از این، این از این، این از این، و میایم اینجا. خب دوستان، میخوای یه زنگی بزنیم به این آقای محمد سفری؟ شاید انقدر شعور و فهم داشته باشه که ببینیم تو مغز. بعضی وقتا دیدم به بعضی ها میگن مغزش فندقیه، ببینیم این چی تو مغزش میگذره که مایی که بهش میگیم آقا بیا حرفتو بزن، به ما میگه شما شتهد هستین، ولی خودش که رفته یه خانم دکتری نه لخت بوده نه چیزی دست داده به این، این آنتنش مثل آخوندها رفته بالا، این شتهد نیست. پیپینگ این دیگه چیه؟ آها، این که مال خیلی قدیمی، نمیدونم
چی شده نوشته این دوست ما رو. در صورت دوستمون یه مقاله نسبتاً طولانی نوشته بود، بذارید من این پیام ها رو پاک کنم. میگم که ما هم این قسمتی که گذاشتیم یکی یکی میاریم، بعد شلوغ میشه دیگه، نمیفهمیم کجا به کجا هست و این ماجراها. و خب بذارید من شماره تلفن این احمق رو بهتون یه بار دیگه بگم، 775 843 18 10. ولی پیامش رو گوش کنید، اونم موقعی که من منتظر یکی دیگه بودم که تماس بگیره، گفتم خب دیگه این نگفته چه کار دارم، این همونه که قرار بوده در باره برنامه های دیگه صحبت کنیم. گوش کنید. حالا آقای صوبی سلام عرض کردم، من محمد زفری هستم، اگه وقت کردین یه زنگی به من بزنید. شماره من هم 775-843-18-10 775-843-1810. زنگ بزنیم بهش بخندیم. ما مخه ایرانی هستیم، ما بالاخره یه نوع مریضی هست. قطعا از ترسش بلاک کرده. این بلاک کردن دوستان آپشن خوبیه. همین خانومه که نوشته بود فوش داده بود به اون، صدا نمیده. یه بار دیگه زنگ بزنم اینا، چون نیومد اون چیزه. Please leave your message for 775-843-1810. آقای محمد خان سفری بلهوس، احمق جون اون روزی که صحبت کردیم من بهت گفتم تا یک شنبه فکر کن، اگه خواستی من باهات تماس میگیرم، شما بیا برای مردم بگو. حالا من شت هدم یا تو احمقی که رفتی آزمایش نمیدونم خایب و بواسیر و اینها، حالا نمیدونم اون خانمه اشتباه کرده به جایی که انگوش بکنه تو کونت دست زده به بیزهات، اینجوری برای خود دردسر درست کردی. شماره تلفن تو به دوستان دادم، امیدوارم چند نفر زنگ بزنن باهات صحبت کنم. مطمئنم یه سری روانی مثل شما داریم که میگردن دنبال شما باهاتون صحبت کنم. از اون طرف مطمئنم یه سری هستن که دوست دارن با شما صحبت کنن و ببینن چه چیزی به جای مغز توی این کله پوکت هست. من مطمئنم پهنم نیست، چون پهنم برای خودش یه ارزشی داره، پهنم میتونن بسوزونن زمستون گرما ایجاد کنه. خب اگر یه روزی آدم شدی تصمیم بگیری صحبت کنی، شماره تلفن منو بلدی، 202-695-2573. و قرمساق تو که آقای سوربی رو میشناسی، برنامه های خوبیشون رو میشناسی، چرا تو این چند سال از اون 300 دلارایی که دادی به اون خانم یهودی 5 دلارش رو ندادی به تلویزیون مردم؟ پس ببین چه گویی هستی، چه پخی هستی. حتی نمیگم خدا حافظ. خب دوستان نظر شما چیه؟ برنامه های ما رو اگه دوست دارید همینه که هست، اگه دوستم ندارید باز همینه که هست، شما تصمیم بگیرید. به همین خانمه گفتم تو چرا اینقدر عصبانی هستی که این شما رو پاک کرده؟ اولا نوشته منشن، میگم بابا جون منشن نیست، کامنته. شما کلمش کلمات غلط رو یاد گرفتید استفاده میکنید، خودتونم فکر میکنید خیلی دانشمندید، حتما تو خونه هم به پدر و مادراتون بد رفتار میکنید، فکر میکنید شما خیلی بالاتر از اونا هستی، با اینا بزنید تیپا تو پونتون بکننتون بیرون برید سر کار زندگی. دوستان ممنون و متشکرم. ساعت 3:40 است. این برنامه ویدیوی آقای آرامش دوستدار رو میذارم، این کنسرت خانم گوگوش رو هم میذارم، به خاطر اینکه تو کنسرت خانم گوگوش خیلی قشنگ میگی که شماها که تلفن دستتونه دارین ضبط میکنید، دیگه از این نمیدونم HD ترم، های دفینیشن ترم هست، و
بعد همشون میگن نه، میگه خب تلفناتون بذارین تو جیبتون حالش ببرید. این کار زشتی که هر وقت میرید یه جا هی دوربین میگیرین دستتون جلو نفر بعدی هم میگیرید، سالن رو تاریک میکنن که شما هنرمند رو ببینید، اون وقت احمقی مثل من و شما تلفنش رو روشن میکنه میندازه تو چشم پشت سری. کارمون خیلی خرابه، ولی ناراحت نباشید، فقط من و شما ایرانی ها احمق نیستیم، آمریکایی هم همین کار رو میکنن، خارجی هم همین کار رو میکنن. چقدر آدم خوشحال میشه وقتی میبینه خودش تنها احمق نیست. روز روزگار و شما خوش. یا بازم یه چند تا چی بهتون نشون بدم. آها، الک بالوین، این کسی که هفته سر برنامه فیلم برداری شلیک کرد، هی میگن شاتگان، شاتگان یعنی تفنگ. این مثل که با روولور، یادتونه مال شهربانی روولور بود، به خاطر این نمیدونم شیش تیر و فلان اینا. هرسوربی زیزین ووندبا ووندبا، خیلی ممنون این خانم ملیه خانم، و اسم زیبایی هم دارن، متشکرم. نتونستم اون واتساپ این دوستمون رو پیدا کنم، من چقدر خولم. خب میتونم اینجا تو واتساپ پیداش کنم براتون بخونم، ولی خب خیلی طولانیه و هدفتون از این نوشته چیه؟ ببینم من میتونم اصلا پیداش کنم. Not now، بیام اینجا بزنم چت. بله اینجاست، ببینید این دوست ما، بله نوشتن یکی از مشکل‌های مغز انسان تعلق آن و بدون اراده به گذشته است، یعنی معیارها و اینا. خیلی طولانیه. من به ایشون گفتم ای کاش اینا رو ببینید، من 2 ساعت میام اینجا صحبت میکنم، اگه بخوام اینا رو بنویسم میشه یک کتاب. هیچکی کتاب نمیخونه، ولی 2 ساعت قولتون میدم. بعضی ها میشینن گوش میدن، بعضی ها میرن میان چند بار اینو تیکتیکای مختلفشو گوش میدن، 10 دقیقه 10 دقیقه میرن جلو. و این حسن تلویزیون مردم هست که مردم تیوی دات کام، شما میتونید ویدیو رو ببرید عقب نگاه کنید، روی یوتیوب میتونید این کارو انجام بدید، روی فیسبوک میتونید این کارو بکنید. 2-3 هفته است به مجرد اینکه ویدیو اصلی حاضر میشه و میذارم روی یوتیوب، اونو میذارم روی فیسبوک، که از این طریق حداقل چند تا بیشتر. آن اینجا نوشتم آقای، ببینید هنوز آقای خسرو بهرامی رو خط نکردم، نوشتم آقای خسرو بهرامی و یوتیوب، خیلی گذرا بهش اشاره کردم. آقای بهرامی، اون چیزی که شما درباره یوتیوب فکر میکنید اصلا درست نیست. درست مثل این دوستمون که بعد از چند سال به من تماس گرفت و گفت حالا میفهمم شما چرا به هر کسی میخواد برنامه داشته باشه میگید پول بده اگه میخوای برنامه داشته باشی، و شما مثل یه روزنامه میخوای چاپ کنی فلان. نه، یه روزی شما شروع کنید ویدیو بذارید توی یوتیوب، اون وقت به من میگید. توی ایران توی شیراز میگفتن که تا شما آرد نیاری و شروع نکنی به خمیر و نون درست کردن، متوجه نمیشی که یه نون چند من پرسم میبره. پرسم من فکر کنم اون چیزی بود که یک آرد زبری بود با سبوس میریختن که این آرد و وقتی اینجوری میکنن نچسبه، فکر میکنم، مطمئن نیستم، حالا بعد برای من دانشمند نشین بگید در کتاب نمیدونم فرهنگ ما این گفته پرسوم یعنی این و الی آخر. همه ما دانشمندای هستیم که هیچ کدوممون هنوز نتونستیم مثل ابو علی سینا بفهمیم تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی نادانم. آقای چیز به من میگه شما که داری میری همینجوری تلفن تو بذار صحبت کن. میگم آقا دیگه اون موقع نمیتونم رادیو خودمو گوش بدم، دیگه اون موقع نمیتونم به فامیل به دوستام زنگ بزنم، یعنی پرایوسی خود من گرفته میشه برای که میخوام یه فیلم بذارم. حالا ایشون یه نفر مثال زده، یه تبلیغی هم برای این آقای زند بنده خدا به نام فکر کنم مهدی زند، ولی ایشون نوشته زند نه زند وکیلی نه زند شو. این زندا بیشترشون شیرازی هستن. بله این آقا از دوستان نگاه کنید، پیمانکار عوضی مساویس با تأخیر افتادن حداقل 7 ماه کار کاسبی مهاجرت به آمریکا. به نظر من ویدیوهاش خوبه، نتونسته هنوز با مردم خیلی خودمونی صحبت کنه. الان من یه آهنگ پخش کنم یوتیوب بعد میگه این آهنگ پخش کردی فلان جا نمیدونم فلان. اینجا هم این آقای بزنید زند شو، بعد ایشون میاد براتون توضیح میده. و ای کاش آقای
بهرامی، شما به ایشون تماس میگرفتی میگفتی به جای یوتیوب، الان اینو من دیدم 461 ویو داره، خب میومد از روز اول با تلویزیون مردم برنامه میذاشت و صحبت میکرد. حرفاش خوبه چون از دل سخن میگه، لاجرم بر دل میشینه، ولی خیلی از چیزایی که میگه اشتباهه و مطمئنم بعدن خودش بر میگرده و یکی یکی این اشتباه ها رو پاک میکنه. همینجا باز یه بار دیگه امیدوارم آقای بهرامی شروع کنه با ویدیو درست کردن و اون وقت متوجه بشه که یه ویدیویی که شما درست میکنی بعد چقدر باید ادیت کنی. الان شما نگاه کنید، شاهین بنده خدا از آگست که مغازه یا اون شاپ پیتزاشو باز کرده دیگه به اون صورت نمیتونه، تلاش میکنه با تلفنش بسازه فلان ناباز مینه، نمیتونه. یعنی به این سادگی هم نیست. شما میبینی یه دختری اومده نشسته جلو تلویزیون، 7000 نفر دارن نگاش میکنن، همین بدبخت بی پدر و مادر زندگیش رو از دست داده، از صبح میاد میشینه یه شورت کوتاه میکنه پاش، یه لباس تا اینجا میکنه برش که عقب افتاده ها فکر کنن لختن، بعد 7000 نفر میشینن نگاه میکنن. اون ممکنه پول بسازه، ولی شما که میخوای حالا راه بیفتی با کامیون بری تو بیابون فیلم بگیری از مردم، بعدم حواست میره تو فیلم، دوربینت میفته، خدای نکرده ممکن تصادف کنی، اینا حواست جمع باشه. خوشحال میشم با آقای خسرو بهرامی هم از طریق فیسبوک، از طریق اسکایپ، از طریق چه چیزای دیگه زوم با هم صحبت کنیم. ایشون چند بار گفته دلم میخواد بیام اونجا بشینیم با هم صحبت کنیم، همونجوری که برای اون دوستون آقای مهدی مهران نژاد هم گفتم این کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی، به آقای خسرو بهرامی هم میگم اصلا لازم نیست 4 ساعت شما از نیویورک رانندگی کنید، امروز زمان زمان ارتباطات هست و میتونیم با فشار دادن یه دکمه با هم تماس بگیریم و با هم صحبت کنیم. ساعت 3:47 بعد از ظهر به وقت واشنگتن یا نیویورک غرب شرق آمریکاست و گفتن از ساعت 4 بچه‌ها میتونن بیان در خونه هاتون و شیرینی و اینها. ما همون موقع هم که خطر کووید نبود خیلی به اصطلاح چیز نمی کردیم. نگاه کنید این دیوونه پیامای من میگیره ها. همین احمق سفری پیامامو میگیره، چون دوباره که براش پیغام گذاشتم بله میگه من بهت گفتم با من تماس نگیر. حالا میفهمی کسایی که تماس میگیرن با این و اون و مزاحمشون میشن چه حال بدی اونها دارن. یه دوباره دیگه این کارو برات انجام بدم یا ولت کنم بری به درد احمقی خودت بسوزی و بسازی تا بمیری. روز روزگار بر شما دوستان خوش. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید و شما هم اگه مثل دوستانی هستین که با ما قهر کردید، نمیخوام بگم خوشا به حال باقی که توره ازش قهر کنه، میگم خوشا به حال باقی که حتی اون توره هم بیاد و باز دوباره سر بزنه و بگه رفتم ولی از این باغ بهتر ندیدم. اگه بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم. به امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر. روز روزگار بر شما خوش.